اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و ائمة المعصومین من بلده. عرض سلام و ادب و احترام و شادباش دارم خدمت شما بزرگواران. تبریک ویژه عرض میکنم بر رسیدن سالروز آغاز امامت و ولایت آقا صاحب الزمان امام حی حاضر و خدمت شما. امیدوارم که ایام به کام باشه. خب با توجه به این که وقت گذشته و برنامه متنوعی هم دوستان هم آماده کرده بودن و هم در ادامه ظاهرن خواهند داشت، من تشکرم میکنم از این دوستان. همیشه برنامه‌شون برنامه خوب و متنوع و شادی بوده و یک جلوه دیگری از همون جلوهی که خیلی وقتا دیده نمیشه از اهل بیت رو نمایش میگذارن، ارزشمنده. از شما میخوام با دستای مهربونتون ایشون بیشتر از اون که بر من دستایی برشون دست بزنی یه جور دیگه میشه ماجرا. موضوع سخنه من عوض میکنم. موضوعی که مشخص شده و من قراره مصدق اوقات شریف شما بزرگوارم بشم که کمتر در مورد این بحث شده و شاید زیاد بر برخ مهم نیست، یعنی مهم نیستش که میگم خورده بزن موزم بیا داره بعدش هرچی شد شد. خب این خوبه ها، من از این نظر میگم این خوبه، این تفکر، یعنی که ما خودش رو میخوایم، مهم نیست بعدش میخواد چی بشه. اما خواهم میگم که ما روایت بسیار فراوانی داریم و بحث های مفصل صورت گرفته شاید از 3000 سال پیش و در برخی از موارد در برخی از متونی که پیدا شده از 5000 سال پیش از ممفیس مصر باستان بحث ها صورت گرفته راجع به این که اون حکومت موعودی که قول داده شده چه ویژگی هایی رو داره و چه ساختار حکومتی چیه، چه شاخصه هایی داره، فاکتورهاش چی بودونه هست. بحث های مفصل شده جدیت رو بانم. این از 5000 سال پیش ما سند داریم تاریخی که در سنگ نوشته هایی در مصر باستان پیدا شده تا به 5000 سال پیشه وعده داده شده که یک منجی در راه میاد و ویژگی ها رو داره. خب مستحضر هستید، پیامبران مختلفی در قرآن در خداوند متعال فرستاده برای بشر. برخی از پیامبران شریعت داشتن، مثل 5 پیامبر اصلی، پیامبران اولوالعزم. بقیه پیامبران شریعت این بزرگواران رو تبلیغ میکردند و این هم بالاخره خب مهم بوده. حالا در مورد اینکه این شریعت چی بوده، چگونه بوده، بحث محل بحث ماست، من خیلی سریع میخوام از این بگذرم. خدمت گل شما عرض بکنم که برخی پیامبران تبلیغی بودن، تبلیغ میکردن اون شریعت رو که هرچه که هست من تبلیغ میکردن. ما تو روایت هایی داریم که برخی از علما یه روایتی داریم سندش متا ضعیفه، اینو خودم اول عرض بکنم. اینکه ما روایتی داریم حتی ارسطو پیامبر بوده، کان ارسطاتالیس نبی یا روایت داریم حتی در این زمینه. منتها فرض بکنید اگر یک چیزی من و شما میرفتیم تورات رو میخوندیم و با فردی به اسم حضرت داوود برمیخوردیم، هرچند در تورات هم پیامبر نیست، ایشون کینگ دیویده، اما نمیدونم حالا چرا اگر پادشاه های کتاب ایشون قد اهمیت داره، یعنی به عنوان کتاب دینی شناخته میشه، از همینجا متوجه هم پارادوکس اینها میشیم. یعنی از این طرف اینقدر تهمت و توهین زدن به پیامبرشون که دیگه جایگاه پیامبری نداره، بیشتر به پادشاه ها شبیه، از طرف دیگه کتابشو میخوان. این تفکر در بین یهودیت متاسفانه ساری و جاری بود و هنوز هم هست، اینکه خود پیامبران ارزشی نداشتن، پیامبران رو صرفاً واسطه انزال کتب میدونستن، میگفتن تو هیچ نقش خاصی نداری، تو فقط کتاب رو میاری، تو یک کتاب داری، تو پیغامبری، پیغامت رو آوردی خداحافظی. و متاسفانه این تفکر هم در اسلام هم نفوذ پیدا کرد، یعنی که پیامبر رو در حد همین پیامبر دیدن که توی پیغمبری حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بر ما بس. بخاطر این بارها عرض کردیم این نکاتی که من خیلی تو سخنرانی تکرار میکنم کلیدها، کسی چیزا نمیشه باز کرد. بارها عرض کردیم که ما از 70 تا به بالا مشاجره بین صحابه و پیامبر ثبت شده در صدر اسلام که پیامبر وقتی حرف میزد فراموشی میفرمود، میگفتن حرف خودت یا حرف خداست، یعنی اگر حرف خودت ما حرف داریم، اگر حرف خدا سلام مجرم بپذیریم.
اینجوری. حالا با همون کتابم هم اینا تا نکردم، یعنی همون کتابا رو تحریف کردم. حالا یه نفر تورات بخونه، کتاب پادشاهان رو بخونه، ماجرای این به دنیا آمدن حضرت سلیمان و اون کاری که حضرت داوود میکنن بخونه، واقعا خب به این نتیجه میرسه که این اصلا ایشون پیغمبر نیستش. خب یعنی به هیچ وجه به همه چی شبیه جز پیغمبر. منتها ما از کجا میتونیم مطمئنی پیغمبرشون؟ چون قرآن. خب از کجا معلوم بود و پیغمبر نبوده؟ متوجه چی میگم؟ خب بود هم پیغمبر بوده، نه نمزدم فازش موندن ها؟ ارسطو هم پیغمبر بوده، افلاطون هم چه باست پیغمبر بوده. من نمیگم پیغمبران یه وقت پس برای بای نفر اینکه کات نکنیم بیکارا. خب در دارم میگم که حتی میگم یه روایتی داریم هست چون از سندش رو برسیگم ضعیف بود. خب اما بحث داریم در این زمینه، ما نمیتونیم نفیش بکنیم. منطقه اینقدر تحریف شده، ادبیات این اومده دست بردن توش، تفکر تحریف کردن و این شده. البته اینکه تمام اینها یک وجه اشتراک وقتی شما تو بین اینها میبینید، بعد از چشم، بعد از اینکه در مورد خود خدا صحبت شده در این ادیان، باور کنید گزینه دوم معاد نیست و حتی یک جای نبوت هم نیست تو این ادیان، بلا استثنا ظهوره. یعنی بعد از خدا دومین مقوله ظهوره تو این ادیان. وقتی شما بررسی میکنی، ما دین داریم معاد رو قبول نداشته باشه، ما دین داریم اون دنیا رو قبول نداشته باشه، مثل ادیان شرق اروپا که قائل بر تناسخ هم و میگن دنیا معاد تو همین دنیاست. اما عموم همین ها در حالی که دارن نفی میکنن معاد رو، پیامبران رو بعضا نفی میکنن، اما در مورد اینکه روزگاری کسی خواهد آمد و تمام کار خواهد کرد کار رو شکی نیست. اگر مصری ها همون روز میگفتن پیامبری داشتن. تو اینقدر تحریف شد که رسید به اینجا. مگر پیامبران یهودی‌ها تحریف نشدن؟ مگر عیسی علیه السلام در کمتر از 200 سال تبدیل شده خدای خورشید؟ تازه زمانی که دیگه نوشتن هم بود، یعنی میتونستن بنویسن زمانی که ثبت شد، در کمتر از 200 سال تبدیل شده خدای خورشید. یعنی مسیحیان اول هم چیزو قبول نداشتن. 200 سال، دو قرن میگذره، در قرن دوم شما میبینید که حضرت عیسی تبدیل میکنن به خدا. خب 5000 سال پیش انحرافات بوده میتونسته به وجود بیاره. پس این وعده خیلی جدیه. بعد از وجود خود خدا، یعنی شما میبینید همین ادا خدا رو به یه شکل قبول دارن، منتها خدا مدلش با هم متفاوته، کاری که میکنه متفاوته. اما دومین مقوله بلا شک منجیه، یعنی هیچ شکی وجود نداره. در مورد اینکه پس از ظهور چه خواهد شد، من یه مقدمه‌ای دارم باید عرض بکنم خدمت شما بزرگواران، بعدش هم میرم یه سری روایت‌ها و مسائلی که هست و خدمتتون عرض کنم از آیات قرآن. ببینید آفرینش انسان وقتی مطرح میشه تو قرآن، بنده اینو بحث کردم و بحث قرآنی هم هستش، هر کیم گفتم میتونه بیا جواب بده. اینکه ما مطمئن هستیم اون بهشتی که حضرت آدم از اون رانده شد و بیرون انداختنش بهشت موعود نبوده، مطمئن هستیم، دلایل قرآنی داریم که من چون قبلا عرض کردم دیگه اینجا تکرار نمیکنم. 4-5 تا دلیل قرآنی و یکی دو تا دلیل روایی بسیار محکم داریم، هیچ کی نمیتونه ردش کنه. آیه قرآنه. خیلیتون شبهه دارید این شیطان از بهش رانده شده چجوری تو بهش برگشت؟ اصلا تو اون بهش نبود. اصلا تو بهش ما داریم که لغو و تعصیمی تو بهش نیست، دروغی تو بهش نیست، اما تا دلتون بخواد شیطان دریوری گفت اونجا. اصلا بهش روانش افتتاح نشده بود. اون بهش هر کی بره توش خالد عین آیه قرآنه. و چجوری نه خالد نشد اومدن بیرون؟ اصلا خالد نبودن، برای اینکه شیطان وعده شجره خلد داد. گفت میخوای خالد بشی؟ اون بهش جای دیگری بوده. این بحث شده. اصلا ما تو قرآن یه جا داریم میگه برای کسی که تو خطه، خودمونیش بخوام بگم، چی خدا بهش میده؟ جنتان، دو بهشت بهش میده. این دو بهشت کجان؟ بحث شده سر این. من گفتم بهشت برزخی، بعضی گفتم بهشت قیامت و بحثای دیگه. القصه این که می توانستون بهش جایی بر روی همین زمین باشه و خدا یک جای خیلی خوب و ویژه و عالی که بود، به علت طمع حضرت آدم به مقام اهل بیت انداختش بیرون. اون شجره، شجره طیبه اهل بیت، شجره توحیده، شجره ولایته. سعی من بحث کردم دیگه، اینجا محل بحثش نیست. خب این عرایضی که حقیر میکنم اینا مرتبطه با هم، باید یه سری مقدماتش قبلا شنیده باشید. و من متوجه میشم بعضی از دوستان که چه بسا چهره هاشون هم آشناست برای بنده، خب اینا رو گوش کردن. مقام اون شجره، شجره اهل بیته.
این عبارت حضرت امیرالمومنین که میگه حضرت آدم طمع کرد به مقام ما و حضرت آدم میخواست بدون ابتلا به خلیفت اللهی برسه. باید امتحان پس بدی، بدون ابتلا، بدون دوچار بلا شدن میخواست به اون مقام برسه. به خاطر همینم شیطونم خوب بهش وعده داد، گفت به ملکی تو رو هدایت میکنم که لا یبلا، بلا نداره. حضرت آدم خواست در پشتی بره تو، نمیخواست راه سخت رو بره. اینه بعضی هستن میگن آقا بیا دکترای 30 میلیون تو آمده دکترای مدرک برای جور میکنیم، حوصله نره درس بخونه، میره میگیره، اما بعدا پس فردا لو میره بیچاره میشی. ها این خطره هست. اصلا شما وضو گرفتن، این وضوی که ما میگیریم میشوریم برخی از اعضای بدنمون رو و مس میکشیم برخی دیگر رو، این همان اعضایی است که حضرت آدم با اینها به سمت اون شجره رفت، با آن صورت آن چشم نگریست، با آن پاها پیش رفت، با آن دست زد با آن درخت. و بعد از اینکه فهمید چی شده، از تأسف دست بر سرش کشید، یعنی دستش رو سرش زد. تمام این اعضا باید شسته بشه وقتی شما به ازا قمتم الی الصلات. و اینم بحث کردیم که صلات یعنی چی تو قرآن. یک جا تو قرآن شما بیارید که بگی یقرؤون الصلات، نماز خوندنیه. نماز اصلا خوندنی نیست، قرآن خوندنیه. میگه یقیمون الصلات، نماز اقامه کنید. صلات خود وجود مقدس اینها هستن. حالا کسی نخواست بپذیره، اون بهش رو زمین داشتیم، انداختن اون بیرون، دوباره روی همین زمینی بهش ساخته خواهد شد. تمام حرف این جلسه اینه. منتها کی؟ زمانی که بشر با ابتلاعاتی که دوچارش میشه به این نتیجه میرسه که از اولم باید میرفت سراغ همونا، از اولم باید میرفت سراغ اون، اشتباه کرد نرفت، اون موقع این نتیجه رو میرسه. نه آقا من میتونم خودم مدیریت کنم، من اتوپیای خودم رو، اون مدینه فاضلم رو، اون آرمان شهر خودم رو، اون دارالسلام خودم رو زمین میسازم. بساز بساز، ما که حسود نیستیم. خودم برایش فرصت داد به بشر، گفت میگیرم منجی رو. اگر از بنی اسرائیلی، چون فرزندان ابراهیم وعده داده شد، اگر از بنی اسرائیلی مسیح رو میگیرم و اگر از بنی اسماعیل چی؟ مهدی رو میگیرم. هر دو هم در کودکی به مقام خاص رسیدن، هر دو هم عمر طولانی دارن. مسیح و قرآن مثال زد که خیر مسلمان ها رو اون دنیا تو جهنم بعضی رو بگیره. الان خیر میخواد بگیره خدا، میگه چطور برای مسیح میشد برای این یکی نمیشد؟ چطور اون میتونه 2000 سال عمر کنه، یکی 1145 سال نمیتونه؟ چطور اون میتونه تو گهواره بشه خدا بگه من کتاب دارم، صاحب کتابم، برای ایشون نمیشه؟ حجرت رو تمام کرد بر فرزندان ملت ابیکم ابراهیم، بر فرزندان حضرت ابراهیم و ذریه او که الزاماً فرزندانش نیست، هر کسی که تفکر او رو قبول داشته باشه ذریه ابراهیم علیه السلام محسوب میشه، که این شدنیست. برید ابتلاعاتتون رو پس بدید، خودتون خواستید. ببین یه چیز رو که بهتون میگم، اگر شما از ابتدا اینها رو میپذیرفتید تو همون بهشت بگید بودید، نخواستید، خودتون کشتید، خودتون سرها رو بر نیزه بردید، خودتون مسموم کردید. شماها، غریبه هم نه. فلذا برای همین حضرت عباس اون خطبه که کنار خونه کعبه میخونه به کسایی که لباس احرام تنشونه میگه ایها الکفرت الفجره، میگه ای کفار فاجر، اتصدون الطریق لامام البراره، دارید راهو بر امام نیکی ها میبندید. میگه اگر تو حاجی بشی، روزی 1000 رکعت نماز بخونی، هر نمازت نمیدونم انقدر ذکر یا الله یا سبحان یا فلان داشته باشه، بدون ولایت این کافر و فاجری دو قرون نمیارزه. که ابلیس از همه شما بیشتر نماز خوند، از همه بی شما بیشتر سجده رفت. بارها گفتم، تأکید میکنم که ابلیس کافر به خدا نبود. اینی اخاف من رب العالمین، اینی اخاف من الله رب العالمین، اینا رو ابلیس میگه. کافر به روز قیامت هم نبود مطلقا. الا یوم یبعثون کی میگه پس؟ کافر به دو مقوله بود، با این وجود خدا بهش میگه کافر. یک، عدالت خدا
گفت تو عادل نیستی، یهو یه چیزی از گل ساختی آوردی جلو ما گذاشتی، گفتی همتون بعد از این تبعیت کنید. دو یعنی رب فبه ما اغویتنی، گفت تو منو اغوا کردی، نسبت اغوا زد به خدا. قال فبه عزتی که لاغوینهم اجمعین، چون منو اغوا کردی منو همه اینا رو اغوا میکنم. مگه خدا اغواگره؟ اغواگر ابلیسه. دو، خلیفت الله قبول نداشت. حضرت آدم اون سجده نه به ماه و آدم فقط سجده بشه، به خود آدم سجده بشه، به بشریت، به انسان، به عنوان موجودی که ظرفیت اینو داره خلیفت الله بشه سجده شد. حالا خود همین حضرت آدم به عنوان یک آدم این طریق رو، این مسیر رو باید بره. و علم الآدم اسماء کلها. من سوال میپرسم از هر مسلمانی، چه شیعه چه سنی، بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ الله مگه خودش اسم خدا نیست؟ ها؟ برای چی میگی به اسم الله؟ الله که خودش اسمه. میگفتی به الله الرحمن الرحیم. برای چی وقتی میخوای الله رو نام ببری یک واسطه استفاده میکنی به عنوان اسم؟ ها؟ کسی میگه به رائفی گفتم، کسی میگه به اسم رائفی گفتم؟ یکی میخواد به من یه حرفی بزنه، میگه دیروز نبودی رفتیم به این رائفی یه چیزی گفتیم، میگه رفتیم دیروز به اسم رائفی گفتیم، میگن خل شدی. به الله الرحمن الرحیم به کجا برمیخوره؟ چرا به اسم الله باید بری؟ اصلا به الله تو نمیرسی بدون اسمش. امام صادق فرمود والله نحن اسماء الله. و علم الادمه، بگید اسماء کلها، بهش یاد دادن، بهش مثلا آدم آدم شد به واسطه اون اسماء. فلذا وقتی اون ترک اولا رو کرد، انداختنش بیرون، میخواست توبه کنه، میخواست برگرده، نمیگه یاد گرفت اسما رو، میگه فتلقا آدم و من ربهی کلمات، خدا یادش انداخت. جبریل گفت یاد دفته، راه برگشتت هم همونان. توهم نزن، رسیدن به مقام اهل بیت توهمی بیش نیست. هر کی میخواد به این مقام برسه توهم زده، عمرن لاینال، نمیرسی بهش. منتها میتونی خیلی بهش نزدیک بشی. کسایی بودن شدن مثل حضرت سلمان، مثل حضرت عباس، مثل حضرت علی اکبر، معصوم نیستن. حالا اونا بچه امامن، حضرت سلمان چی؟ مثل زهیر، مثل وهب نصرانی که دو روز بیشتر تو عمرش نماز نخوند، همون دو روز آخر بود، دو روز ایمان آورد نماز خوند، منتها تمام نمازش به اقامه خود نماز بود، خود صلات جلوش وایستاده بود داشت اقامه میشد. اون بهشت زمینه همینجاست. بشر گفت من میتونم مدیریت کنم. خود به عجله نره، برو بفهم. گفت من بهت میگم، ببین یه چیز جالب به شما بگم، نگاه کنید، حضرت آدم فقط یه کار نباید میکرد. متوجه چی میگم؟ یه کار فقط. هنوزم همونها. شما میگی تعداد گناه‌ها خیلی زیاده، نه، هنوزم همون یه کاره. تو یه کار نباید بکنی. چی؟ از صراط مستقیم بیرون نرو. هنوزم یه کاره، اشتباه نکنید. شاید تو بگی من توی جاده 100 کیلومتری کیلومتر اول میتونم بزنم بیرون، کیلومتر اول و 1 سانت بعد میتونم بزنم بیرون، کیلومتر 10 بزنم بیرون، 1 سانت مونده به مقصد بزنم بیرون. هزار تا گناه هست، بله، اما همه اینا یه حرفه. بگید از صراط مستقیم بیرون نرو. خودم به آدم همینو گفت، گفت ببین چه جامعه خوبیه، همه چی خوبیه، یه راه بیشتر بر به افتادن خطا نداری، به سمت اون نرو. حضرت آدم هم میدونست که این بهشت جاودانه نیست، برای همین شیطان تا بهش گفت بهشت جاودانه برق زد چشاش و میرم سمتش. بعد گفت چی؟ بدون ابتلا. گفت بیا ردیف میکنم برسی به اون شجره خلد، به اون بهشت جاودان بدون خستگی، اون در پشتی ردت میکنم. این حس هنو تو خود ما هم هستا، نه؟ خود بچه هاشم دیگه دوست داریم اگه بتونی یه دو دروازی باشه. ماها نکه نسبت بدم به پیامبر لای خدا، نه ماها رو میگم، ای یواشکی هم لاماها بپیچونیم. آقا آشنا نداری؟ کلام آشنایی که همه جا میشنویم، آشنای ردیف کننا تو صف مثلا وای میسته نگاه میکنی و بحل مقل آیا ذاتمونه، ذاتمونه نمیشه دقیقه دو سقه. تو هم مثل بقیه، تو هم مثل بقیه، چه فرق میکن؟ خیلی هم بر مورد این صحبت کردن فلاسفه یونان باستان، از افلاطون و ارسطو شما بگی، وقتی در مورد آرمان شهر صحبت کردن،
اتوپیایی که توماس مور 1516 تو کتاب با همین عنوان استفاده کرد، مدینه فاضله‌ای که دانشمند بزرگ ایرانی ابو نصر فارابی، دانشمند فرزانه ایرانی، فیزیکدان، منجم، ریاضیدان، شاعر، خیلی آدم بزرگی بوده، ایشون مطرح کرد و یک آرمان شهری رو مد نظر قرار داد به عنوان مدینه فاضله که تو اون پر از فضائل اخلاقی است، بر مبنای دیدگاه فلسفی خودش که تمام موجودات از خدا برگرفته شدن و هرچه از او دورتر میشن تا مرحله یک مرحله مانده به نیستی هم میتونه انسان سقوط کنه، تا اونجا هم میتونه به مدینه فاضله رو ترسیم کرد. فرانس فار رابلا فرانسوی 1532 در گارگانتوا یک رمان خیلی معروف ایشون اومد باز آرمان شهر رو مطرح کرد. آتلانتیسی که فرانسیس بیکن میاد مطرح میکنه و خیلی کارتون و فیلم و انیمیشن و اینجور چیزا میسازن در مورد آتلانتیس گم شده، اون شهر گم شده آتلانتیس، خیلی دارن داستان و این فیلم ها اینجور چیزا میسازن. تو فاصله 1663 تا 1858 تو خاک آمریکا 138 جامعه با عنوان آرمان شهر و مدینه فاضله ساخته شد. مسیحیای که از اروپا کوچ می‌کردن به اونجا نگاه عرض موعود داشتن به آمریکا. من تو سلسله نشست‌های روایت عرض موعود رو بحث کردم که مدت اینو با آمریکا به اون عرض موعود نگاه می‌کردن. یهودیای ارتدوکس اونا که نگاه کرامولی داشتن وقتی رفتن اونجا به دید یک عرض موعود نگاه می‌کردن، فلز و یک جامعه درست کردن خیلی جالب. من شبیه اینجور چیزا رو دیدم. مشهد حوزه علمیه یک بار منو بردن، برام خیلی جالب بود، تو عمرم همچین چیزی ندیده بودم. اولا دو سه تا خونه کوچیک بود، یعنی خونه رو مثلا بعدن وقف شده بود، خونه بغلیش هم خریده بودن، از تو خونه رو هم وصل کرده بودن. یعنی مثلا شما از این در میرفتی واقعا گم میشدی اونجا، یعنی حداقل یه نصف روز باید میچرخیدی تا این اتاقا و اینجور چیزا دستتون بیاد من کجا رفتم کجا میتونم برگردم، چون اصولی نبود دیگه. این خونه رو خریده بودن، باز دوره این بغل دستی هم وقف کردن اونو خریدن، مثلا سه تا خونه رو راه زده بودن. بعد اونجا خیلی جالب بود، یه سوپرمارکتی داشتن، یعنی غرفه‌ای بود که مثلا کسی می‌خواست چیزی بخره اونجا هیچ متصدی نداشت. یه آکواریوم بود، آکواریوم شیشه پر پول، بعد قیمت همه چیزو خورده بود اون رو، بعد هر کسی می‌خواست بره یه چیزی بخره خودش قیمتو می‌خون، اون جنسشو برمی‌داشت، پولو مینداخت توی اونجا، بقیه پولشو برمی‌داشت می‌رفت. خیلی جالب بود، من قشنگ یادمه کف حیات اونجا 1000 تومانی دیدم، بعد گفتم چرا برمی‌دارید فلان اینجا چیزام، گفت خود گفتم مگه نمی‌شه اینو بردی بنز صندوق صدقات بردی، گفت ما نمی‌دونیم مال کیه، یک هفته است اینا اینجا وله. کسی 1000 تومانی رو بر نمی‌داشت که مسئولیت شرعی این گردنش نمونه. خدا شاهد من دوستاشم اونجا بمونم زندگی کنم، اصلا لذت می‌بردی و همه چیزا مثلا غذاشون آماده، خودشون می‌اومدن برمی‌داشتن. یعنی اینجوری نبودش که مثلا برات بکشن آقا تو رو خدا گشنمه، یک کفگیر بیشتر یکی کمتر، دو دروازی در بیاری بری شناسایی کنی. تو مثلا بعضی از این بچه ها دانشجو من دیدم شناسایی میکنن که فلانی گوشت نمیخوره. همین خندتون گواهیست بر ادعای بنده که باطل نیست ادعای من حداقل. آره که این گوشت نمیخوره و من آمار اینو دارم و مثلا سر این بابا دعوای دورش میخوان تو سلف بشینن که این جلوی که اون طرف فلان. آره اونجوری نبقش این چیده غذا هر چی میخواستن بر میداشتن و خیلی برام جالب بود، خیلی برام جالب بود. یعنی سری جوامع حتی اینجوری ساخته شده. و همین الان یکی از این بزرگواران هستش که با خیلی از مسئولین دیدار و جلسه داشته. حالا من به عنوان مسئول که مسئولیتی ندارم تو این کشور، اما همه ما مسئولیم به اون معنی که اهل بیت میفرمان، نه اون مسئولیتی که حالا تو ذهن من و شماست. خب ایشون سراغ منم اومد در مورد یک شهرکی داشت صحبت میکرد که ایشون میخواست پیگیریم بود بسازدش و با قوانین خاص باشه اونجا. یعنی هر کسی راه نمیده اولشون تو اون شهرک قوانین خاص داشت. وقتی مثلا قوانینشو برام میخوند خیلی برام جالب بود، مثلا این مدینه فاضله رو در نظر گرفته. میخوام بگم بشر حتی گاهن خیزهای طولانی هم بر این کار برداشت. من فقط عرض کردم تو اون فاصله 138 تا جامعه اونجوری تشکیل شد. همین الان که دارم با شما صحبت میکنم یه شهر 20000 نفره یهودی نشین در امریکا هست که سرچ بکنید با قوانین یهودیت اداره میشه. شما اصلا قوانین ایالات متحده که انه اونجا ساری و جاری نیست، 20000 نفر جمعیت داره. مثلا یه توریستی با شلوارک بره اونجا، پلیس اونجا دستگیرش میکنه، چون یک مرد با شلوارک رو بی حجاب میدونن. عکساش هست تو اینترنت بزنید، من تو سخنرانی قبلی عکساش هم نشون دادم. دستگیر میشه، نونواییاشون، شیرخوارگاهایی که دارن، مهد کودکایی که دارن، همه چی عجیب غریبه.
خلاصه یه سری وعده ها و اینجور چیزا مفصل بحث شده. از همه اینا مهمتر کتب دینی هستن. مثلا کتاب حضرت داوود، مزامیر داوود، مال 2850 تا 3000 سال پیشه. تخمین رو اینه دیگه تقریبا. خب تو همین باز است. 3000 سال پیش و 2800 سال پیش آمده که آقا شریران منقطع خواهند شد، نمیدونم فراوانی قله تا نوک قله ها خواهد رسید، بیماری بر روی زمین، نه کوری نه فلجی نه همینطور اسپرده تو بیماری ها رو هیچ روی زمین نخواهد موند. در کتب زرتشتیان هم در مورد آمدن سوشیانس یعنی سودرسان صحبت ها شده که اون میاد و حالا بحث های مختلف سوشیانس های مختلفی هستن، اما سوشیانس معروف از نطفه ایست که در کوه تفتان در چشمه ای آن نطفه به ودیعه گذاشته شده و زنی برای شنا کردن به اونجا میره، بعد باردار میشه از آن نطفه و سوشیانس رو به دنیا میاره، یعنی اون نطفه ای که ودیعه گذاشته شده در طول سالها. حالا من میخوام بگم که خب این یه خورده چیزم به نظر میرسه مثلا داستانگونه و اینطور، اما میخوام بگم که یک اصلی بوده، اینو دریابید شما، یه اصلی بوده که در اثر تحریفات رنگ و لعاب باخته و یا رنگ و لعاب یه جاهایی گرفته خیلی رنگی شده. حالا اینجوری هم اینقدر کلاف ملاف چیدن اینجا، مثلا فکر کنم بحثش هم مستندش هم چی بود، کارخونه رنگ بود چی بود، یه همچه بحثایی احتمال هم باشه. رنگای مختلف پدید اومد. خب اما حرف اینه که عزیزان هر هفت رنگ اصلی رو که شما هم قاطی بکنید چیه؟ چه رنگه؟ سفیده، همش یه رنگه. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من مجست اسرار من. یعنی همینا یه حرفو دارن میزنن، منتها متوجه نیستن. میگن آینه حقیقت از آسمان به زمین افتاد و شکست، هر کس تکه‌ای برداشت و خیشتن در او دید و گمان کرد حقیقت محض است. خب اما نفهمیدیم که این یه تیکه از یک اصلیه. ما حتی روایت‌هایی داریم خیلی عجیب غریبا که امیرالمومنین مثلا روایت نقل شده از امیرالمومنین میفرماد انا جوپیتر فی روم، میگه اون جوپیتری که در روم الان این داستان‌ها براش صحبت شد، میگه انا من بودم. میگه اینها به گمان باطل رفتن به اون سمت. یعنی ببینید این ولایت اهل بیت و ولایت الله، این قبلا هم عرضه شده، من در کتاب تورات به شما نشون دادم نام اهل بیت و سخنرانی ها، در انجیل نشون دادم، در کتب دینی دیگران نشون دادم. اصلا کابالا، اون درخت کابالا که ندارن طرح میکنن، درخت قبله است، درخت قبالاه، درخت قبله یعنی رسیدن به امام. اصلا اینا میخوان به مقام امامت بر روی زمین برسن، منتها نه از طریق عبودیت. دو راه مطرح شد، گفتن ما خلیفت الله علی الارض. یعنی چی خلیفه؟ یعنی چی خلف؟ پشت سر، جانشین، یعنی امضا از طرف من خدای روی زمین، نعوذ بالله اینجوری بگم، یه انسان مخلوق روی زمین کار خدایی بکنه. آیا داشتیم قبل این؟ بله. شو حضرت عیسی خالق شد روی زمین، خلق میکرد. این آیه قرآنه، اشتباه نکنم دو جای قرآن اومده، یه بار خود حضرت عیسی داره صحبت میکنه، یه جا خدا داره باش صحبت میکنه، میگه تو خالق عیسی، خلق میکنی منتها به اذنی. ها فیض، منشأ فیض و هستی من. آقای میان جواب بدن حضرت، خب این شرک دیگه. خدا خودش میدونه اینجوری باشه بر مبنای تفکر احمقانه این نخود مغزای وهابی، خدا بزرگترین مشرکاست و موحدترین موجود تاریخ هم ابلیس برعکس. نمیتون بگم چون به غیر خدا سجده نکرد از نگاه اینا، اینا نمیفهمن اصلا، اصلا قرآن نمیخونن اینا. خود خدا مشته که دیگه میگه احسن الخالقین، من بهترین خلق کنندم. یعنی خود خدا هم قبول داره خالق های دیگری هم وجود دارن. بله که هستن. حضرت عیسی، امام هادی پرنده ای رو زنده کرد جلو چش مردم. من تو جلسه امام هادی عرض کردم، گفتن تو عیسی تو چی؟ گفت من مثل اونم، اونم مثل منه. انا منی، انا منه و هو منی، من از اونم او از منه، فرق نداره. خدا اینو عنایت میکنه، خلق رو میده. صفت، صفات الله باید ببینید شما تجلی پیدا بکنه چجور در آدم. ما هممون تجلیگاه صفات خدا هستیم، هممون، منتها کم و زیاد یه جایی با غریزه اشتباه میکنیم، قاطی میکنیم. ما هممون مهربون میشیم یه جایی، منتها ارحم الراحمین اونه. ما هممون قوه خلاقیت داریم، اصلا خلاقیت من شما رو به دانشگاه کشونده، منتها احسن الخالقین اونه. ما هممون جبران کننده ایم، اما جبار اونه، از همه بهتر اونه. ما همه نشئه ای از وجود او رو دریافتیم، هرچی هم به او شبیه تر بشیم بیشتر میگیریم. حضرت ابراهیم علیه السلام صفت محیی در وجودش تجلی پیدا نکرده بود، خدا میخواست صفت محیی رو بهش بده، یعنی زنده کننده. حضرت عیسی در وجود حضرت عیسی این تجلی پیدا کرده بود، اواخر عمرش حضرت ابراهیم به اینم میرسه.
میگه خدا چجوری مردار زنده میکنی؟ نه اینکه من ندونم، لیطمئن قلبی، فرقی نداره، خدا عنایت میکنه، خلق رو میده. صفت، صفات الله باید ببینی شما تجلی پیدا بکنه چجوری در آدم. ما هممون تجلیگاه صفات خدا هستیم، هممون، اون تو کم و زیاد یه جایی با غریزه اشتباه میکنیم، قاطی میکنیم. ما هممون مهربون میشیم یه جایی، اون تو ارحم الراحمین اونه. ما هممون قوه خلاقیت داریم، اصلا خلاقیت من شما رو به دانشگاه کشونده، اون تو احسن الخالقین اونه. ما هممون جبران کننده ایم، اما جبار اونه، از همه بهتر اونه. ما همه نشئه ای از وجود او رو دریافتیم، هرچی هم به او شبیه تر بشیم بیشتر میگیریم. حضرت ابراهیم علیه السلام صفت محیی در وجودش تجلی پیدا نکرده بود، خدا میخواست صفت محیی رو بهش بده، یعنی زنده کننده. حضرت عیسی در وجود حضرت عیسی این تجلی پیدا کرده بود، اواخر عمرش حضرت ابراهیم به این هم میرسه، میگه خدا چجوری مردار زنده میکنی؟ نه اینکه من ندونم، لیطمئن قلبی، خدا میگه خودت محیی باش. خدا زنده کردن مردار میده دست خودش، میگه منقار این پرندار، نوک این پرندار تو دستت نگه دار، هر کدوم دلت میخواد اسمشو صدا کن، تو زندشون کن ابراهیم به اذن من. داستان حضرت ابراهیم اینه، صفت محیی میخواد تجلی پیدا کنه در وجود حضرت ابراهیم علیه السلام. دو راه به وجود اومد، یک راه گفتن ما خدای روی زمین هستیم و گول شیطانو خوردن، تمام حرف اینا اینه. اینجا اینجوری انقدر لب به مطلب و ساده نگفته بودم، همه حرف اینا اینه، خدا ما رو آفریده، نعوذ بالله گاف داده، دیگه هم نمیتونه جمع بکنه، تمام این ماجرای جهنمی هم که داره میگه لافه. گرفتی چی شد؟ کابالا اینو میگه ها، تمام شد رفت، آب پاکی ریختم رو دستتون. الان بعضی از شما به خودتون میگه خب اینا نه، اینا که با شیاطین در ارتباطن، شیطانو میبینن، خب اینا باید بفهمن خدای هم هست دیگه. خب بله میفهمن، من تو هم بهتر میفهمن. یا پس چرا اینا آدم نمیشن؟ اولا فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، نکته دوم به همچین مزخرفی اعتقاد دارن. من خود لاف زده، من اینو خیلی میترسیدم جای بگم. الان شرایط بحثی میدونی که کلا یه سری چیزا باید مقدمات فراهم بشه، دادم یه سری حرفا رو بزنم. ما 5 سال پیش در مورد فراماسونی صحبت کردیم، حالا میتونم اینا رو بگم، تلویزیون تازه داره نشون میده، 5-6 سال دیگه اینا رو میگه. حالا مثلا یه خورده جلو باشید شما. خب نه جد نمیگم بخندید، که میخوام بگم کلا اینا فکر میکنم مثلا ما خودمون هم جیمیم حرف میزنیم و فلان، توجیه نیست، حالیشون نیست. خب اینم به خاطر ندانستن. حالا بیام بپرسن، یه لیوانم برام بیارید ممنونتون میشم. صفت محیی میخواست بیاد تجلی پیدا بکنه در حضرت ابراهیم، یعنی این مسیر درستش رفت، مسیر غلط از شیطان میگیریم، ما خدای روی زمین میشیم. به خاطر همینم تمام دغدغه بشر تکنولوژی زده و مدرن امروز میدونید چیه؟ مرگه. تو تمام فیلماش سعی میکنه چیو بشکنه؟ مرگو بشکنه، بگینم مرگی نیست. آدمایی رو که فریز میکنن، نگه میدارن، تونل زمان میره برمیگرده، ها چقدر دارن فیلم میسازن با این عنوان، فقط به خاطر میگن نه ما خیالتون راحت باشه مرگ نیست، ها نگرانی از مرگ دارن. و جالب، حیات رو با چی تعریف میکنن؟ با شیاطین. یعنی تو فیلم آواتار اون بابا اگر میخواد همیشگی بشه باید چیکار بکنه؟ با اون موجودات آبی رنگ که ناوی در عبری یعنی نبی، یعنی پیغمبر. دیگه از این بدتر نمیشد به پیغمبر فوش بدی که با اون شیاطین جنی بگی ناوی، بگی پیغمبر. بعد همه داستانا حول اون درخت کابالاه، درخت حیات، درسته؟ ما اینا نمیفهم، تلویزیون هم نشون میده. بعد ما نقد بنده بر این نیستش که چرا اینا رو نشون میده، بابا اصلا حرفم این نیست. میگم آقا بیاد، من رایفی هم نمیشم، من با من پدر کشتگی دارید، عیبی نداره. بسیار از این مستندی که تلویزیون دارن پخش میشه، مثلا حتی آر دارن اسم ما رو بزنن، اینا خدا شاهد اومدن تو دفتر ما نشستن با شما مشاوره دادن. اصلا یکی از همین مستندا رو من نمیخوام اسم ببرم، نزدیک 10-15 ساعت از بنده فیلم ضبط کرد، هیچ کدوم اونا رو پخش نکرد، تبدیل کرد به نریشن. یعنی همون حرفایی که من زده بودم الان نریتورش داره میاد، میگه گوینده داره میاد. عیبی نداره، بذار گفته بشه، منتها دیره. الان ما بحثای دیگر رو باید مطرح بکنیم. الان پای همچین مزخرفاتی رو دارن به زندگی مردم میکشن. شما ببینید تو اینترنت چقدر در مورد یوفوها بحث دارن میکنن. کسی میفهمین چیه؟ چه چیز پشت سر این نهفته است؟ اینا میخوان شما رو آشنا کنن با هم موجودات آبی رنگ، که بگن خدایان شما اینان، راه جاودانگیتون اینه. عمر طولانی تو فیلم اینسپشن نهفته است، که من دو سه بار خواستم نقد کنم پشیمون شدم، گفتم هنوز زود اینسپشن رو نقد کردن. که تو با ارتباط گرفتن تو خواب، آقا چیه رفتن تو خواب طرف خوابش محافظ داره؟ یعنی چی اون محافظا کیان؟ بله
موکل استخدام کردن دکون دستگاه ها که من به زودی مسئله جن رو باز میکنم، یعنی با عنوان یک نقد یک فیلم ایرانی خب زمینه خوبی باب خوبی باشه ما این رو بحث بکنیم که دیگه الان هر کیو میبینی دکون دستگاه در راه انداخته، اصلا این انرژی بازی ها و اینا همشون جن بازیه. من دیگه دارم ببین چقدر اجماعان رو دارم صحبت میکنم، مراقب باشید. اصلا شاخص های آخر زمان اینه، شاخص های آخر زمان اینه که شیطان علنی میاد تو صحنه، میاد رو زمین، یعنی اعوان و انصارش دیگه میان جدی میشه ماجرا، مثل زمان حضرت سلیمان. و اون بار اونجا به اسارت گرفته شدن، اینجا کلن فاتحشون خونده میشه، گردن زده میشن. حالا اینا رو بحث میکنم. فلذا دو تا بحث راه پیش اومد، یک ارتباط با ابلیس برای ساخت آرمان شهر، که این آرمان شهر حرفش اینه چنان کن آنچه خواهی کل شریعت بود، هر کاری دلت میخواد چیکار کن، هر چی عشقت انجام بده، این شریعت منه، اینم بهشت رو زمینه، که نمونهش مثلا میشه لاس وگاس، بهشتی بر مبنای گنجینه ها، پول، طلا. شما توی انیمیشن لوبیای سهرامیز، این جکو لوبیای سهرامیز، اگر دقت کرده باشید این درختی که میری به بالای ابرها به ملخوت بر مبنای درخت کابالا و خدا رو پایین میکشی، اونجا خدا چیا رو تو گنجی خودش نگه داشته؟ طلا. میگن طلا برای ماه. رو زمین هم شما نگاه کنید در به در دنبال طلا. دوم چنگ، موسیقی. میگه نه اینم با من، یعنی اینا میشه ابزار ابلیس تو آخر زمان میشه. حالا ما موسیقی درستش هم داریم، ثروت درست هم داریم، پنداشت غلط درتون به وجود نیاد، دچار زعم نشید یعنی. اما میاد شیطان با همین زندگی های این ورانور میکنه. الان طرف به خدا قسم صبح بلند میشه تا شب تلویزیون روشن کرده، ماورا روشن کرده، دامبول دیمبول داره گوش میکنه، اصلا نمیفهمه این 24 ساعتش چجوری گذروند، چی کار کرد، هیچ. یعنی کارنامه کاش سفید باشه، منفی نخورده باشه، چه مزخرفاتی رو تو مخ این چپوندن با همین عنوان. ولی ما ذات موسیقی که مشکل نداریم، قرآن هم با موسیقی نازل شد، اصلا آهنگین و مسجع بودن قرآن از دلایل نفوذش در بین اعراب اون موقع بود. اینا خیلی مهمه، اینا رو ببین، تو ادبیات اینا ریشه گرفته. مسیر دوم مسیر این بود که ما عبودیت میکنیم و روشی رو که آن 14 نور الهی رفتن رو انجام میدیم تا شبیه اونا بشیم و به تو برسیم، چون تنها راه ورود و یک صراط بیشتر نیست، یک دینم بیشتر نیست، یک راه یعنی بیشتر نداریم، فقط همینه، شبیه اینا شدن. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، یعنی زندگی و مرگم اینا بشه، درست شد؟ یعنی ما خواهیم شبیه اونا بشیم، هر لحظه خودمون رو شبیه تر کنیم. آدم کسی که دوست داشته باشه خودش رو شبیه اونا میکنه. فلذا موتور محرک این جریان حبه، محبت و کششه. یه جوونی رو میبینی که تو ساعت ورزش فوتبالش پیرن مسی رو تنش میکنه، اون یکی دیگه پیرن فلان تیم رو تنش میکنه، ساعت بین دبیرستانی و راهنمایی خیلی بابه اینجوری. برای چی؟ برای اینکه اون بازیکن دوست داره. دقت کنید این محبت اون رو به تغییر حتی لباس هم میکشونه. این محبت چجوری من شما رو کشونده؟ ننه باباتون اسم میذاشتن، چجوری اسم میذاشتن؟ تو چجوری اسم میذاری؟ اینا همش نشونگر، اینا داستان داره. فکر کنی برای چی میگه اون دنیا اولین سوالی که میشه میپرسن از ننه بابا در موردش چی میپرسن؟ اسم بچه میپرسن. برای چی گیر تو این همه چی اسم رو گیر دادن؟ چون شخصیت ساز و مسیر ساز و راه نشان دهنده است. این اتفاق افتاد عزیزان. پیامبر فرمود سنت الهی بر این بود که در مورد فرزندان ابراهیم تو ساری و جاری بشه، در مورد بنی اسرائیل شد و در مورد بنی اسماعیل هنوز اتفاق نیفتاده. اونها به آرمان شهر خودشون رسیدن و دیدن. کی ساخت اونو؟ حضرت سلیمان. اینو دقت بکنید، خیلی جالبه، این یک بار روی کره زمین اتفاق افتاده تا بعضی دیگه نگه نگی میشه. متوجه چی میگم؟ خدا کلن تموم کرد بر اینها حجت رو، بر ما هم تموم کرد، یعنی ساخت یک حکومتی توی اشل کوچیک. دقت کنید، مدت زمان اندک، اندازه مکانی اندک، کل کره زمین نبوده،
هم منطقه اورشلیم و نهایتا ما بگیم یه بخش خاورمیانه بوده. خب مدت زمان اندک، مدت زمان پیامبری حضرت سلیمان بود، اونم نه همه پیامبریش، چون اول شروع شد جنگ هایی داشت و درگیری هایی داشت تا تونستون آرمان شهر خودشو بسازه. شاخص هاش تو قرآن اومده. جالب اینجاست، خوب به این دقت بکنید. خب میخوام اینو براتون باز بکنم تا اون تفکر اون طرفی تا روشن نشه. شما این قرآن دو نوع ولایت نامی بره، یه ولایت طاغوت، یه ولایت چی؟ الله. و راحت و رک و واضح میگه ولایت الله، بعد ولایت رسول و ولایت اون مؤمنی که چی؟ انگشتر تو دستشه، انگشتر تو دستشو میبخشه. این خیلی به نظر من واضح بود برای یهودی ها. کسای اینا اعتقاد داشتن اون ولایت الله در دستان سلیمان از چه طریقی؟ اصلا ماجرای انگشتر ولایت بخشی رو داره میگه. هزار تا نکته تا من فکر کنم تو همین سخنرانی که هر بار به این آیه رسیدم یه نکتهشو گفتم، شاید از اینکه 10-15 تا نکته تا الان در مورد این گفته باشم. خوب معنی داشت. نمیتونست بگه یه دست میکرد تو جیبش یه سکه میداد به طرف؟ چرا انگشتر؟ چی میخواد بفهمونه؟ اونورم ولایت شیطانه، اونور ظلمت، اینور نور. اولیاء اهمب یخرج هم منن ال از ظلمات. بعد اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. میگه اینا اصحاب نارن، اینا اصحاب نورن. اونها خالد در آتش میشن، اینا خالد در جنت میشن. رو همین زمین باید جریان برگرده، نه همه چی حوالی اون دنیا باشه، اشتباه نکنید. رو همین زمین حسد صورت گرفته به ولایت اهل بیت، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. رو همین زمین هم بشر میگه غلط کردم، حسودی کردم، آقا ما به خاک پای اونام نیستیم، نمیرسیم، و بر میگردونه جریان. نل به نل، میخ به میخ، پیامبر فرمود هر آنچه که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد در بنی اسماعیل هم اتفاق میفته. این شد دقیقاً. هارون داشتن، موسی داشتن، خیلی عجیب. به خدا قسم بعضی موقع شباهت اون قضیه زیاده که آدم شگفت زده میشه، شگفت زده میشه. خیلی وقتا هستش که آدم خیلی بحثای علمی رو حتی نمیتونه بگه. من این آیه محمد عرب که اومدن اینجا خوندن، نمیدونم رفتن یا تو جلسه هستن، ظاهرا رفتن از این بحث. من برعکس می‌خواستم بهشون بگم، اگه میمونم می‌خواستم بگم تو وایس، بعد می‌خوام یه نکاتی در مورد اهل بیت به تو بگم که به هیچ کس حالا نگفتم. چون تا دیدم بهت گفتن که تو به لنگرگاه اهل بیت رسیدی، گریت گرفت، گفتم تو ارزش دونستن اینو داری. یه سری چیزا هست به هیچ کی نمیتونم بگم، می‌خوام یه نکاتشو به تو بگم. یه سری چیزا واقعا نمیشه گفت، یعنی واقعا جنبه می‌خواد، واقعا باید بسترش فراهم بشه. پایه‌هاش یه، شما نمیتونی 100 کیلو باریایی بذاری رو دوش یه نفر، خیلی پیچیده است. تا جایی که من یک نکته بهتون میگم، آقای بهجت فرمودن که، حالا نکته بیشتر ادبیه ایشون ها، یه نکته مثلا ظریف و شوق‌آمیزه، که مگه میشه کسی در حق اهل بیت غلوون بکنه؟ گفتن چطور رو میکنن یه غلات؟ یعنی چی؟ گفت آخه غلو کسی میکنه که یه سطحی رو بشناسه از اون چی بگید بالاتر. مگه کسی شناخته؟ زیارت جامعه چی میگه؟ مگه کسی شما شناخته؟ مگه میشه شناخته تو میشه کید؟ همین زیارت جامعه رو قبل اینکه میخواد بخونید میگن چیکار باید بکنید، چه آدابی داره؟ کسی میدونه؟ نه تسبیح از زهرا نیست، صد تا الله اکبر با یک چیز خاصی، 30 تا 40 تا اشتباه نکنم اینجوری 100 تا میشه، یعنی 30 تا 60 تا و 40 تا بعد 100 تا. میگه اول بگو الله اکبر که اینا میخونی وقت اشتباه نشه تو ذهنت یه چیزی که بشینه، متوجه نمیشیم. اینا اومدن این جریان رو پیش بردن. خیلی جالبه، حضرت سلیمان حکومتشو میسازه، خوب دقت کنید، به عمد حمالیاشو کیا انجام میدن؟ شیاطین، جنیان. این آیه قرآنه. معبد سلیمان، معبد سلیمان نیست، مسجده، محل چی؟ عبادت خداست. معبد سلیمان رو خدایانی ساختن که قبل از این پرستیده میشدن. یعبدون الجن و اکثر هم به میومنون، اینا جن رو میپرستن، بهش ایمان داشتن، همین رو مجبور شدن به مسجد بسازن. آتیش گرفتن از این، خیلی درده ها. مثلا یه نفر تا دیروز مثلا خودش پرستیده میشد، تو عملی یاد بکنی. بعد مردم به چشم دیدن اینا رو، تو زنجیر، تو قل و زنجیر دیدن. بعد برای اینکه مردم نترسن، چهره کریه اینها، حضرت سلیمان پیامبره، پیامبر رحمته، پیامبری خدا اصلا یعنی رحمت خدا بودن.
از خدا خواستش که اینا شبیه آدما باشن. بعد از اون جهت که باز ممکنه پدر سوختگی بکنن، یه مهری فقط رو پیشونی اینا بود، یه ردی رو پیشونی انداخت که میفهمده اینا جن یا آدمه. حمالی میکردن، چه حمالیایی، توی کارهای سخت هم گذاشتشون، ریختگری میکردن، ذوب فلزات، پوستشونو کرد. بگو بشه عملگی کنید. ما در واقع باید به این سوالات پاسخ بدیم. وقتی خدا یه همچین جامعه رو ساخت بر بنی اسرائیل و بعد گرفته شد ازشون، یعنی حجت رو تمام کرد بر ما. ببین یعنی مسلمانی قرآن رو قبول داری، ببین این اتفاق افتاده، پس شدنیه. این خالیبندی نیست، این رؤیا نیست، این واقعیته. دوباره میشه بشه. اون تو بعد آزمون‌ها تو پس بدی. اون آزمون‌های چهارگانه بنی اسرائیل برای این روزا گفتیم. کشتی نوح برای این روزا گفتیم. خصوصیات سرزمین بعد از ظهور چیه؟ زمان برپایی این سرزمین از نقطه نظر نشأت عالم هستی تو چه محدوده قرار میگیره؟ محدوده مکانی این سرزمین کجاست؟ چه کسایی تو این سرزمین وارد میشن؟ چه صفاتی دارن؟ قرآن با چه واژه‌های این سرزمین رو معرفی کرده؟ این چیزی که ما امروز در موردش بحث بکنیم. با این که خصوصیت سرزمین پس از ظهور، کتاب‌های زیاد در موردش نوشته شده. خیلی از بزرگان هی حاضر، آدمایی که زندن معاصرن، کتاب‌های زیادی نوشتن. اما یه سری چیزا نشون براتون عرض می‌کنم. اولین ویژگی این که قبل از برپایی ملک عظیم اهل بیت، ابلیس و تمامی لشکریانش نابود میشن و عالم از لوس وجود اونها پاک میشه. اینو ما روایت مختلف داریم. ابلیس از خدا فرصت خواست تا الی یومن یوب اسون، به اسد، برانگیختگی، رس تا خیز، ها همش یکی. خدا گفت به تو ربطی نداره، الی یومن وقت معلوم، تا یه روز معلومی تو فرصت داری. و این قطعا هرچی هست خود روز قیامت نیست، چون خدا رد میکنه نظرشو. بعد روز قیامت هم به درد بگید نمیخوره. پس هرچی هست قبل روز قیامت. البته خیلی سعی کردن که اینو ماسمالش کنن و دستن در کاران این جریان، نتونستن. واضح، چون روایت داریم، چجوری میخواید ربطش کنیم؟ امام باقر فرمود در مختصر بصایر الدرجات صفحه 26 و 27، منظور از وقت معلوم در آیه شریفه روز قیام قائم ماست. هرگاه خدا او را برانگیزد، ابلیس در مسجد کوفه می آید در حالی که بر زانوانش راه می رود و می گوید ای وای از این روزگار. آنگاه موی پیشانیش را می گیرند و او را گردن می زنند. آن هنگام روز وقت معلوم است. در حدیث نبوی در مورد الایامان وقت معلوم صحبت شد و در اونجا باز فرمودن همینه که ابلیس گردن زده میشه و اون ظهوره. بعد اون ابلیس دیگه وجود نداره. آقا یعنی گناه نمیکنه؟ نه، نفس تو هست. اونی که با نفست ور میرفت دیگه نیست. به ما یه نفس لوامه داریم، یه نفس چی؟ اماره. ولی معصوم خدا، پیامبران با کدوم ور میرفتن؟ لوامه. این جونور با چی ور میره؟ الان یه مدت تو بی سرپناهی، عصر جولان کیه؟ ابلیسه. حالا یه مدت همید او باید بره کنار. نفسه هست، اما دقیقا دنیا برعکس میشه. یعنی گرایش به نیکی بسیار به وقوع یه فعل بد خیلی عجیب و غریب و ندیدنی و از اینکه تو کل دنیا بپیچه. بعد تازه سیستم حکومتی و بازرسی انقدر قویه، کسی هم که همچین چیز به دلش میاد جرأت بروز نداره. در مورد شهادت امام زمان هم نمیدونم یه زن ریشداری میاد و نمیدونم چی، اونم 5 جلسه سخنرانی کردن، جلسه پنجمش در مورد این حدیث هم کلا صحبت کردم، دیگه این جاش نیستش بررسیش کردم که اصلا صحت داره نداره، چه جوریه سند شناسیش، همه چیشو بحث کردم. بدون گوش کنید، 5 جلسه اصلا در مورد امام زمان سخنرانی کردیم، حالا اینم با چه عنوانی تو اینترنت گذاشتن. من تو حسینی رینی ها سخنرانی کردم، حالا اینو مطمئنم ماه رمضان بود، ما محرم بود خاطرم نیست، ماه رمضان بود شاید. خب من تو اینترنت 5 جلسه حتما گوش کنید در مورد این گردن زدن امام زمان هم که اومده، همه اینها رو بررسی کردیم. خب خدمت شما عرض بکنم که اینم مد نظر شما بزرگواران باشه. باز در احادیث دیگه‌ای داریم که به نام پیامبر اشاره شده، که یعنی نام اصلی پیامبر، که میگه او را در صخره در بیت المقدس گردن میزن. این خیلی مهمه. نگاه کن، قبة الصخره، صخره بیت المقدس، همون جایی که حضرت سلیمان معبد ساخته. خب همون جایی که شیاطین به زنجیر کشیده شدن، برخی میگن محل گردن زده شدن چیه؟ قبة الصخرة است، که هیچ بعیدم نیست شدنیه. حالا ببینید چیه، معبد و معمارانی ساختن. این معماران شیاطین چی بودن؟ جنی دربند بودن.
اینا اومدن گفتن دوباره ما این معبد رو میسازیم، معبد سلیمان رو، منتها این بار آزادیم، که میشه چی؟ معماران آزاد، فریمیسن. اینا من خیلی شما بهتر اون کتابای مزخرفاتی که ژاک شابو نوشته و الحمدلله جمهوری اسلامی فارسی چاپ کرد و اینا رو من همه اینا خوندم که آ معمارای بودن اینا، اتحادیه داشتن، آره معمارا بنا اومدن کل دنیا رو گرفتن دیگه، شما باور کن. خب این مزخرفات مختون نشفونن. اول میگن همینا رو خوندم، اون چیزی که رسیدم اینه، حاضرم هستم با هر کسی هر جای کره زمین بگه والله بالله با شما مناظره کنم. بزرگترین صهیونیست پژوهام ایران اومدن، حالا بحث نمیخوام بگم که من نوعی بخوام چه حرفی بزنم، وقتی اومده ما بحث با اینا که داشتیم انجام میدادیم، من واقعا به نتیجه رسیدم اطلاعات اینا خیلی بالا نیست. ها نمیگم اطلاعات ما بگیم مثلا، نه مثلا یه چیزایی میگفتن که جز مقدمات بوده، یعنی اصلا نرسیده بودن، جز مقدمات بود. حواسشون اینا رو پرد میکنه، با اینا عبدالمیدن من رو ببینن. مورد دوم، یعنی ابلیسی میره، بعد اون کسی هم که دیگه باید ور بره چی؟ نیست. پس خوبی ها بیشتر میشه، بعد چی؟ نظارت عجیب غریبه، قضاوت باطنی خواهد داشت. آقا صاحب زمان قضاوت باطنی تو ادا در بیاری، بگی من نبودم، شاهد بیار، میگه برو بابا. خانومات قاضی میشن، بعد قضاوت دورکاریه. تجلس فی بیتها و تغذی به کتاب الله و سنت نبی، تو خونه میشینه قضاوت میکنه، حکم صادر میکنه، نیازی نیستش که اصلا درگیر پرونده بشه، تو خونه حکم صادر میکنه. الان خانم نمیتونه قاضی باشه، چون هر طرف که بیشتر گریه کنه حق با اونه. اونجا اینجوری نیست. تیکه دیگه بیشتر نمیندازم، یعنی حدیث دیگه داشتم آنچنانی. خب اصلا تحقق عبودیت الله، اصلا مردم وارد در عرصه ولایت الله میشن، نور ولایت اهل بیت و ولایت ولایت اهل اونه که خوش نور داشته باشن، این همون تجلی ولایت خداست. این یه تنابی که از آسمون آویزونه، حبل الله المتین. یعنی چی؟ به عنوان یه مثال تناب میزنه آویزون، هر کی از این تناب چسبید نجات پیدا میکنه. یه سر این تناب دست خداست، یه سر این پایین دست من و تو میتونه باشه. نه که ما بخوایم کنار خدا یه دکون دستگاهی درست کنیم، پناه بر خدا، ما اهل بیت بدون خداست هیچی نیستن، خودشون هم همچین ادعایی نداشتن. پیامبر رو ما میگیم تو پیامبر شدی، تو اشرف مخلوقات شدی، چون از همه بیشتر عبودیت کردی. چرا خدا اینا رو انتخاب کرد؟ یه سری روایات داریم که اینا قبلا جای امتحان پس داده اند. به حضرت زهرا وقتی شما خواست سلام بدیم، میگه سلام بر تو ای کسی که خداوند تو را آزمود قبل ان یخلقی، که قبل از اینکه تو را خلق بکند. کجا آزموده؟ چه جوری بوده؟ سوره دعای ندبه رو خوندید؟ که از شما شرط گرفت که روی زمین سختی ها باید بکشید و فهمید که و دانست که شما اجرا میکنید. اینو این اون مقامه. اون مقام هم بذارید اینجا خورده من باز بکنم، یکی دو سخنرانی گفتم اینجا خورده مفصل تر بگم. ببینید خدا وقتی میخواد فعلی رو انجام بده، مثل من شما، نیاز به مقدمات و اینجور چیزا نداره. میگه کن، یه سری واسطه، من خدا اصلا بی واسطه که کار انجام نمیده، بالاخره با یه چیزی کار انجام میشه، اونم واسطه الهی، اون خواست خداست. حالا خدا میتونه به هر طریقی کار انجام بده، ما نه. مثلا میگن آقا آب بخور با لیوان، نه با شیشه، یعنی نمیتونی مثلا از تو سر اونا بریزیم به زون معدمون. او بخواد اون چیزا باش معنی، اصلا چیز مضحکی که به ذهن من شما میاد. از کل فرشته ها، از عرش بگی تا اون الکترونی که داره میچرخه، فرشته موکلی داره، وظیفش چرخوندن فقط همین الکترون است. حالا این در قالب جاذبه، در قالب گرانش، در قالب چی بروز و ظهور داره، این بماند، با اینش کار نداریم. تمام اینها از عرش الهی تا پایین رو به همه اینا گفتش که اسجدو چی؟ لآدم، لخلیفت الله، در واقع برای این خلیفت الله سجده کن، یعنی همه شما در اختیار اونا باشه. که این 28 حرف الهیه که هر کدامشون باز میشه و در مجموعش 72 حرف که اصلا کابالا هم دنبال همینه دیگه، 72 عدد قدرت کابالا. در زبان عربی این تجلی پیدا کرده، فقط زبان عربی 28 تا حرف داره که 28 تا حرف رو اگه باز بکنید میشه 72 حرف. یعنی الف خودش 3 حرفه، با 2 حرفه، یا 2 حرفه، اینا رو جمع بزنید میشه 72 حرف. حضرت موسی فقط 4 حرف داشته، حضرت آصف ابن برخیا معاونت حضرت سلیمان و وصی سلیمان که بنی اسرائیل پسش زد، یه حرف بیشتر نداشته. یعنی اون همه کار رو حضرت آصف ابن برخیا چیکار میکرده؟
یک حرف. اون حرف یعنی چی؟ اون حرف یعنی عمل. یعنی چی؟ یعنی که فرشتگانی در اختیارش بودن که این اراده میکردن فرشته ها انجام میدادن. اینطور براتون حل بشه. اینا اومدن در مقابل موکل فرشته داشتن چی رو علم کردن؟ موکل جن داشتن رو. درست شد؟ و دقیقاً معادل 72 حرف الهی 72 حرف شیطانی تراشیدن. این آمار 72 تا شیطانی که اینا دارن اسمش هم هست. هست تو کتاباشو نوشته شه. کابالا 17-2. در کتاب کابالا 72 اسم اینا رو آورده مسئولیت چی رو دارن و یک مزخرفی رو هم گفتن که اینا هر کدومشون 5 روز دنیا رو میچرخونن. فلذا این شیطان پرستان در واقع بگیم. چون اینایی که تو غرب اینا شیطان پرست هستن، شیطان رو قبول ندارن، شیطان گروان. ما هم شیطان گرایی داریم، یعنی همون هر چی به سمت نفسمون غریزمون بریم شیطان گراییه. خب اینا شیطان پرستای واقعی. اینا مثلا دعا که میخوام بنویسن نگاه میکنن این 5 روز امروز دست کیه؟ با اون شیطان. 72 تا 5 تا میشه 360 روز. 5 روز آخرام گفتن شهر هرته. پنجه. آره اینا تو مزخرفاتی بودن. الان که سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی که بیش از 5 روزی نیست حکم میر نوروزی که حافظ اشاره میکنه همین میگه. اون 5 روز میشد پادشاه مونتا بعد 5 روز میکشتنش. طرفو 5 روز حاکم بود، حتی میتونست با همسر شاه اصلی هم ازدواج کنه. بعد اینا محدودیت شد تا زمان قاجار مونده بودا. تا زمان قاجار این سنت باطلی که از قدیم مونده بود به عنوان یه فردی بودش، میآوردنش روی تخت میذاشتن تو شهر میچرخوندن، مردمش آجیل میدادن تو این 5 روز، پول بهش میدادن، کمکش میکردن. روز پنجم که تماشا اینقدر اینا میزدن تا دم مرگ. خب حالا اینا رو محل بحثمون نیستش، اینا رو توی این سایت جدید که الان اینم بهتون بگم، حالا اینجا مجدرم به شما بدم، سایت راه افتاده، سایت جدید مساف، منتها الان یک ماهی است روی آدرس دیگه است. ما داریم تمام ایراداتش رو میگیریم، چون سایت از مثل چرخی که از اول اختراع بکنی، از اول نوشتن بچه‌ها، سرورم مال خودمونه تو داخل ایرانه، یعنی همه چیز تهیه شده، منتها اینو بعد تستاشو انجام بده. خیلی هم برعکس همین امروز صحبت بود، من از دفتر اومدم میگفتن که مثلا همین امروز راش بندازیم بیاد بالا، من گفتم نه همه ایراداتشو بگید. طبیعتا وقتی راه بیفته یه سری ایرادات خواهد داشت، یه سیستم گزارش اونجا هستش که شما اعلام میفرمایید که مثلا ایراد فنی گرفته بشه، این ایراد محتوایی. آروم آروم هم بخش مختلفش تا کتابخونه تا بازی آنلاین هم داره، آروم آروم به مرور زمان اینها به وجود میاد. مهمترین بخشش بخشه. یه بخش داره بچه ها گذاشتن اسمش با استاد، اونجا سوالاتتون رو بپرسید، من حضور یعنی تصویری جواب میدم. یه چند تا سوالم جواب دادیم، کلیپ هم آماده شد، الان گذاشته شده، بارگذاری شده تو سایت. توی اونجا من اینا رو مفصل توضیح میدم، یعنی در قالب مثلا این 72 چیه کلا مفصل اینا رو بحث خواهم کرد. محل اینجا نیست، هر کدوم 20 دقیقه یورو با 4 تا فرمت هم قرار میگیره، فرمت FLV، فرمت 3GP برای اینکه تو گوشی بریزید، MP3 برای اینکه گوش کنید، و فایل وردش برای کسایی که بخوان مثلا حتی کار پژوهشی انجام بدن. یه سری از بچه‌ها دارن زحمت میکشن اینا رو که من راحت حرف میزنم اینا پیاده میکنن، یعنی وردش میکنن، کار سختو در واقع اونو انجام میدن. خب اینا جزء برنامه‌مون هستش، به زبان فرانسه، انگلیسی همین رو ترجمه و زیرنویس خواهد شد، حتی با زبان‌های دورتر مثل حتی هلندی و نمیدونم چی و فلان، این بحثا برنامه‌هاش هستش. اینا رو ما این وعده رو میدیم اینجا. کار اونها خیلی سخت پیش رفت خدایش، یعنی هر دفعه می‌خواست یه سنگای عجیب غریبی تو کار می‌افتاد، نشون میداد که نتیجه مهمه. ما باید تنمون کیسه کشیده میشد تا این روز آماده بشه. تالار گفتگو همه چی داره، منتها اینا به مرور زمان باز میشه، بستگی به شرایط جامعه داره. خب اونجا من مفصل در مورد این صحبت میکنم. اینا اومدن این 72 تا جن رو علم کردن در مقابل این عین روایت آقای ما محمد باقره که حضرت موسی که اون همه کار کرده چند تا حرف داشت؟ تمام 72 حرف نزد ما اهل بیت است. جالبه بدونید کسایی که برعکس از همه کمتر از اینا استفاده کردن کیا بودن؟ همینا. یعنی پیامبر ما اصلا معجزش عقلانیته، نه عصا اژدها کرده، نه رو آب را رفته. درسته؟ خیلی جالب. خیلی بهش گیر دادن ابو جهل ملعون، ابو جهل بود یا ابو لهب، به شق القمر براش کرد. ماهو شکاف دوباره چسبون به هم کردن. دانشمندان ناسا هم دیدن یک خطی دور تا داره کره ماهو گرفته که نشان از این که این یک بار از وسط نصف شده. حالا اونا میگن دارن تحلیل پوزیتیویستی میدن، میگن نمیدونم شهاب سنگی خورده نصف شده و فلان. حالا جالب، من یه تحقیقی هم کردم، دیدم که توی متون تاریخی هند هم دقیقاً همان زمان گزارش شده تو هندوستان که دیدن که ماه نصف شده. خب حالا اون اصلا مسلمان نبودن اون موقع، صدر اسلام بود. حالا بگذاریم. اما هیچ وقت ما توی بحثایی که بر اثبات پیامبر میاریم به این نکته اشاره نمی‌کنیم، چون نیازی نداریم. چون یه نفر ما مسیحی باشیم بهمون بگه کو از کجا منو شما برحقی میگه؟ ما برحقی میگیم چون پیغمبرون نیست. میگم عیسی کی بوده؟ رو آب را میرم. او برده بیا رو آب را بریم. میگم با چیکار کنیم؟
پیغمبر عصاش دادم که ابن من مخلص حضرت موسی مثلا ورد بیا عصا بن زنا اجدا کنیم چند چندی نمیتونی کاری بکنی. اما پیامبر ما نیازی نیست پنجره میگه ما معجزش عقلانیتشه. معجزش اینه که شما نگاه کن تو 30 سال تو کمتر از 30 سال یه نسل گذشته اعراب جاهلی سه تا تمدن بزرگ دنیا رو آوردن زیر بدیت خودشون. معجزه از این بزرگتر؟ معجزه واقعا از این بزرگتر؟ کسی که اصلا نه فنون رزم‌آوری و فلان تو بیابانگرد بودن و کل اوج تمدنشون تو کاروانای بازرگانی خلاصه می‌شده. کار به جای مثل تو یه نسل کمتر چین و روم و مصر عوض می‌خوام ایران و روم و مصر این سه تا تمدن بزرگ اون دنیا رو همه رو کشیدن زیر بلیت خودشون. تازه حرف اهل بیت گوش بگید. نکردن. اگر گوش می‌کردن چه می‌شد؟ معجزه عقلانیت مد نظر تمام 72 حرف نزد ماست. ما داریم تو روایت که جبرئیل بر ابا عبدالله نازل شد و وقتی تو گودال قتلگاه بود گفت حسین امتحان تو پس دادی. خدا سلام رسوند و گفت بسه جمعش بکنیم. یعنی من نمیخوام تو رو اینجوری غرق به خون ببینم. و یعنی سر نگاه کن تو 30 سال تو کمتر از 30 سال یه نسل گذشته اعراب جاهلی سه تا تمدن بزرگ دنیا رو آوردن زیر بدیت خودشون. معجزه از این بزرگتر؟ معجزه واقعا از این بزرگتر؟ کسی که اصلا نه فنون رزم‌آوری و فلان تو بیابانگرد بودن و کل اوج تمدنشون تو کاروانای بازرگانی خلاصه می‌شده. کار به جای مثل تو یه نسل کمتر چین و روم و مصر عوض می‌خوام ایران و روم و مصر این سه تا تمدن بزرگ اون دنیا رو همه رو کشیدن زیر بلیت خودشون. تازه حرف اهل بیت گوش بگید. نکردن. اگر گوش می‌کردن چه می‌شد؟ معجزه عقلانیت مد نظر تمام 72 حرف نزد ماست. ما داریم تو روایت که جبرئیل بر ابا عبدالله نازل شد و وقتی تو گودال قتلگاه بود گفت حسین امتحان تو پس دادی. خدا سلام رسوند و گفت بسه جمعش بکنیم. یعنی من نمیخوام تو رو اینجوری غرق به خون ببینم. و یعنی سر بریده تو دیگه نمیخوام. اما ابا عبدالله به جبرئیل میگه برو بین من و ربم حائل نشو که من سر عهد خودم هستم. اینجا حق و باطل رو تا ابد جدا میکنم، نمیذارم با هم آمیخته بمونه. و جدا کرد حق و باطل. دیگه یه جریان تو تاریخ شد یزیدی، یه جریان شد چی؟ حسینی. یه جریان شد آزادگی، شد عزت، شد عرق نخوردن. یه جریان شد یزید، شد زورگویی، شد جبر، شد عرق خوردن. میگم جوان عرق نخور. یزید عرق میخورد، امام حسین عرق نخورد. برای من فکر میکنم یه دلیل بس باشه، با یه چی دیگه کار ندارم. عجیبه این دو شاخه شکل گرفتن دارن کار میکنن. آخر زمان هم نبرد همین دوتاست. اینا کنار میدن غرق در ولایت الله میشه. آقا شنیده توی ظهور میگه یارو پول کم میاره دست میکنه جیب رفیقش برمیداره میده به یارو، یارو میگه مثلا پول نمیخوام و اینم شاکی نمیشه خوشحال الحمدلله بیاد جیب برداش. چرا؟ چون نور ولایت الله تابیده رو زمین. مردم اصلا دیگه اون چیزا رو میذارن کنار. این نمود پیدا کرده رو زمین. به خودت راهپیمای 40 بد راهپیمای 40 طرف میاد قضا میذاره مننت تو میکشه گریه میکنه میگه بیا از این قضا برو. به خدا چیزای من از راهپیمای 40 دیدم و شنیدم که نمیتونم بگم. به والله نمیشه گفت. یعنی نمیتونی بپذیری. چرا؟ چون تا اونجا نباشی باور نمیکنی. مثل چجوری الان بر بعضی باور نکردنی؟ یعنی چی؟ یعنی هیچ مریضی دیگه رو زمین نیست زمان ظهور؟ چجوری بر بعضی باور نکردنی؟ تا اونجا برید امتحان کنید راه پیما رو. تا اونجا نباشی باور نمیتونی بکنی که اینا نمک غذاشون تو طول سال چیه. نمک غذاشون آب خشک کرده شستشوی جوراب زائرای امام حسین. جورابا رو با آب میشورن، اون آب رو خشک میکنن، تهش یه چیزی میمونه دیگه ها، اونو میسابن و من نمک میریزن رو غذاشون. باور نکردن یعنی فاتح همه اصول بهداشت رو بخونی. مستندی ساخته شد، مستند فاخر از راهپیمای 40 در 12 اپیزود اجازه پخش بدن که تو صدا و سیما. اینقدر عجیب بود و باور نکردنی. چه تجلی ولایت اهل بیته. یعنی دارن میرن سمت کشتی حسین ابن علی، نور ولایت میتابه و مردم رفتارشون یه جور دیگه میشه. اصلا برای اولین بار آدما بدون غذا، بدون ذخیره غذا راه میافتن. آدما هر جا میخوان برن اول به غذاشون فکر میکنن. خب
راه میافتن همینجوری میرن، خیالشون راحته، پیاده راه میرن، غذاشون هست، محل خوابشون هست، خواب و خوراک و همه چیشون حله. هیچ کی باهاش کی کارن، به والله قسم میگم اونجا عرب و عجم و اینجور چیزا دیگه مهم باشه، تمام نژادها از بین میره. فردای اربعین، فردا روز اربعین تو خونه همین عربه نشستی، برمیگره بهت میگه که یا پولشو بده یا پاشو برو. یعنی اصلا میگه این اربعین تموم میشه دوباره درا رو میبندن، از فرداش دوباره عرب عجم شروع میشه. این عجما میان عربا اینجوری گفتن ها، وگرنه نژاد نشوش مزخرفات لتعارفو، برای اینکه خودتون هم دیگر بشناسی، و اینا معیاری برای برتری که نیست. فردا روزش زنه تعریف میکرد، اینو حالا من همینجا میگم دیگه، اینو که دارم میگم فیلمش هم دارم. زنه تعریف میکرد که من سال اول میخواستم برای امام حسین برای زائراش غذا بدم، پول نداشتم، دو تا دختر داشتم، دو تا دخترم بردم پیش یه ثروتمند محلم، گفتم که اینا برای شما میخوای باشون ازدواج بکنین، دخترام میدم یه شیربها به من بده، برای پسرات میخوای بگیری، برای چون دو تا خواهر نمیشه با هم ازدواج کرد، خب اینو برای پسرت میخوای بگیری، هر کسی اینو کنیز تو اونجوری بگم، یه پولی بده شیربها، من میخوام برای زائر و عبدالله من میخوام غذا بدم، زائر حسین میخواد بیاد. بعد اینی که میگم فیلمش هم دارم، یعنی خانم عرب عراقی خودش داره تعریف میکنه. بعد خدمت شما عرض بکنم که همونجا که داره نون میپزه غذا درست میکنه، دختراش هم نشون میده، دوماداش هم نشون میده، میگه من برگشتم خونه پولو گرفتم اومدم خونه، دیدم دخترم از خودم زودتر رسیده خونه، اون بنده خدا پولم قرض داده بود و برعکس دو تا دخترش هم میگیره برای پسراش، میگیره برای پسراش و میگفت نه همینا دامادم هم دارن. میگه من اون سال عدس پلو دادم، سال بعد من دیدم گوشت نداره غذا، گفتم من غذای بی گوشت به زائر ابو عبدالله نمیدم، این چیکار کردیم؟ مثلا یه پسر کوچیک داشتم اونجا نشونش داد، اسمش علی بود، گفتم همین علی رو گذاشتم لب باغچه، چاقو گذاشتم میخی گردنش، گفتم یا ابوالفضل عباس یا گوشت برسون یا اینو گوسالش کن، من اینو همینا سر ببرم میخوام غذا. اعتقاد اینجوری نور تابیده میشه، این رفتارها دیده میشه. مگر میگه که یادم درو زدن، در زدن یه آقای با یه وانتی اومد، دو تا گوساله توی ماشین بود، آوردن گوساله رو سر بریدن و پوست کندن و گوشتش هم گذاشتن. او فقط اول گفت تو ام فلان هستی، گفتم بله، آخرم گفت خدافظ رفت، منم دیگه نپرسیدم تو کی، گوشت گذاشت و بلند شد رفت. 50 تا هم شاهد داشتم اونجا دور و برش داشتم شاهد. یعنی تجلی پیدا میکنه که اصلا این نژادها و پول و قضا و الان دعوا سر کی، سر کی کلا بذاره، کی اکی بچاپه. اونجا اینجوری نیست، چون نور ولایت، چون اصلا مبنا یه چیز دیگه میشه، مبنا جسم نیست، مبنا محسوسات مالی نیست، مبنا محسوسات قوم نوحی نیست، مبنا اون اعتقادی که توی کشتی نوحه، همه چی عوض میشه. آقا شدنیه انهو کائن، بله شدنیه. همین راهپیمای اربعین هم ماجرای امام حسین داره همینا نشون میده، به خدا قسم کجای کاری، غرق در ولایت خدا میشن. تحقق مورد بعدی، تحقق قسط و عدل رو زمینه. یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا او عدوانا، میگه زمین پر از قسط و عدل میشه کما اینکه قبلش پر از ظلم و جور و دشمنیه. یعنی ظلم و جور و دشمنی که از نشونه های ظهوره، نه که از شروط ظهور باشه، که دشمنی و جنگ و خونریزی زمین رو میگیره، نگرفته دیگه، بعد چه بلایی سرتون به تو بفهمه ندارید. قول حاجای جاودان گفتم اینو چند جاییشون رفتیم جلسه پیششون، گفت ببین رایفی، یا مردم میفهمن ندارن یا خدا میفهمونه ندارید. اگه فهمیدن ندارن، خدا دنبال نیست که اذیت کنه. خدا میگه نمیشه عزیزم، نمیشه، بی مهدی نمیشه، بدون ولی معصوم نمیتونید. اینا این دنیا، من تو همین دانشگاه خودتون من این عکس این فقرا این بدبخت بیچاره رو کره زمین رو نشون ندادم. 1,800,000,000 گرسنه رو زمین، نتیجه مدیریت بشر بدون امام زمان. به خدا قسم رو زمین غذا کم نیستا، میدونی که غذای تولیدی رو زمین از نیاز بیشتره. مثلا برخی میگن نظری مالتوس زیر سوال رفته، اصلا چون با تکنولوژی جدید بشر غذای بسیار بیشتری داره تولید میکنه، نه درست تقسیم نمیشه و نخواهد شد. چرا؟ چون نفس وسطه، چون آمریکا گندماشو میریزه تو دریا که به مردم سودان و اتیوپی و سومالی نده، میگه میخوام قیمت گندم زیاد نگه دارم، چون باید سودان تجزیه بشه بشه سودان جنوبی، چون منطقه نفتخیزه، بعد خود سودان جنوبی باید دعوا باشه که آدم خاص به سر کار که این نفته چجوری برسه و فلان. میگه زمین همه چیشو میریزه بیرون، جمع کنید بابا. اصلا عدالت خاص تشیعه. ما تو اصول مذهبمون دو تا چیز اضافه تر داریم، چی؟ امامت، عدالت. دقیقا همون دو تا چیزی که ابلیس قبول، بگید
نداشت. خیلی جالبه، خیلی جالبه نظر من که اصلا یعنی تشیع مسیرش 180 درجه مقابل ابلیسه. دقیقا همون دوتا که تو قبول نداری ما قبول داریم. عدالت خواست مذهب ماست. شما ببین فکر کردید چرا تو هزار تا اسم و صفت خدا ما فقط عدالت رو کردیم تابلو؟ بذاشیم رحمانیت نداره خدا؟ صد تا رو رزاق بوده اینه که مهرمون تریش اینا بهتره که نه، فقط عدالت رو ما آوردیم گذاشتیم، گفتیم آبا تمام نهله ها و شاخه ها و فرقه ها روی زمین فرق داریم، چون اونا میگن خدا عادل نیست، ما میگیم عادلیم، ما میگیم عادل خدا، این عدالتش این فعلا که داره ازش سر میزنه، شماها تصورتون غلطه. مورد چهارم، اسلام تنها دین روی زمین خواهد شد. لیظهره علی الدین کلی. سه جای قرآن، توبه 33، فتح 28، 9 صف میگه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. تو دومی میگه هو الذی، این بخش اولش کاملا با هم برابره. تا علی الدین کله کاملا برابره. تو مورد دوم، تو آیه دوم میگه و کفا بالله شهیدا و تو آیه سوم میگه ولو کره المشرکون. یعنی خیلی دیگه این همون بالایی است، توبه و صف این همه، این همه تکرار میگه ما اینو گسترش میده، همه مسلمان میشن، یعنی همه وارد ولایت الله میشن. مسلمان هم یعنی تسلیم امر خدا، هر چی دیگه یعنی عبودیت محض، یعنی عبد. شعر قشنگی خون ایشون، گفت من اگه میخوام تو دریا هم باشم دوستم تو تنگ تو بیفتم. ها خیلی جالبه، یعنی اصلا بندگی، من میخوام تو بند تو باشم، بعد کیو ببینم؟ من دنبال اینم میخوام اسیر باشم، من میخوام عبد باشم، اون تا عبد تو که این آزادیه. میدونید کسی که مؤمن میشه بنده هیچ کی دیگه نی، هیچ کی رو، خیلی جالب میشه اخلاقش ها، هیچ کی نمیتونه اینو سرشو خم کنه. برایش من به این بنده خودش ثابت میکردم که آدم سکولاری هم بود، گفتم نگاه کن ببین ما فقط حاضرین برای دو نفر کرنش بکنیم، درست یا نه؟ گفتم که خدا یکم چی امامش، حالا هر دو تاشون هم پیداش نشون هم بده ببینم. اصلا من کفر، اصلا خدای وجود نداره، باری که الله به این ایدئولوژی که فقط کرنششو در مقابل دو موجود چی گذاشته که نادیدنی هن. از این بیشتر گفتم شما در مقابل کسایی دارید خم و راست میشید که چی هن؟ دیدنی هن. پیش رئیس تو فلان سرمایدار و فلان آقای ایکس و ایگرگان، نه ما فقط پیش دوتا خدا و نمایندش رو زمین، که حالا شما که امام زمان که در غیبت خدا هم که دیده بگید نمیشه، نور که دیده نمیشه، مستنیر دیده میشه، نور به یه چیزی میتابیده میشه دیده میشه، در حالی که برای ما میگیم عین شهود اصلا وجود داره، خدا خدا دیده هم میشه از طریق آیات و نشانه هاش. من تا گفتم از این بهتر، حتی اگه ما در اشتباه هم باشیم باج بگید ندادیم، حتی اگه تو اشتباه باشیم ایدئولوژی ما با کسی تا حالا باج ندادیم، این هنر دیگه. کافی جلد 1 صفحه 432 امام کاظم فرمود یوزهره و علا جمیع الادیان اند قیام المهدی. حالا ادیان نه به معنی که چند تا دین داشته باشه، نه همین فرقه ها منظور، میگه همه اینا یکی میشه، یعنی همه میپذیرن دیگه، چاره ای ندارن. برای اون مسیحیه حضرت مسیح میاد گواهی میده، وقتی اون نمازه که پیش میاد امام مهدی جلو میست، حضرت اول حضرت مهدی به حضرت عیسی میگه که تقدم یا روح الله، شما جلو بایستید. بعد ایشون میگه شما بفرمایید، ما وزیر شما باشیم هر ما کافیه، حساب کار دست مسیحی ها میان، با تورات و عصای موسی و تابوت سکینه ای که از یهودی ها رو میکنه اونا میان تو خط، بر بقیه مناظره علمی میکنه، یه بخشی چهره شو میبینن دلربایی میکنه و میان تو خط، ها یه عده‌ای صداشو میشنون میان تو خط، یعنی همینا، یعنی نگاش میکنن میان این آدم فرق داره، میان تو خمه. این زیبایی این تو دلبروی طبیعی نیست، تو این وجود نازنین همه چی جمعه دیگه، هرچه خوبان همه دارند تو یک جا داری. حتی این در مورد آقا رسول الله هم نشد، اینو به شما بگم، یعنی حضرت رسول چهره آقا رسول الله چهره حضرت یوسف رو نداشت. میگه روایتی هم داری من دیدم خیلی جالب بود، میگفت از پیامبر پرسیدن تو زیباتر بودی یا یوسف؟ گفت من با نمکترم. و من ملیح ترم، اینطور دواز استفاده کرد. صدای حضرت داوود نداره، سلیمان رو، ملک سلیمان رو به اون معنی که از سلیمان داشت حضرت رسول نداشت، اما آقا صاحب زمان همه اینا رو داره، همه اینا رو داره. اینا رو روایتش براتون میخونم. میگه حسن یوسف دم عیسی و ید موسی داری، آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری. واقعا حقیقته، خیلی منتظرشن، او جمیع همه این ادیانه.
یعنی اون مسیحی هم و اون یهودی هم فرزندان داوود رو در نژاد حتی این آقا میبینه، در چهره این آقا میبینه. مورد بعدی، برقراری امنیت تو سراسر این سرزمین برای انسان‌ها و تمام موجودات اهم از حیوانات اهلی و وحوش حتی. یک امنیت عجیب غریبی دنیا رو میگیره که اصلا سابقه نداشته همچین چیزی. باور نکردنی. آیه قرآن هم داره، 55 نور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. میگه شما رو خلیفه میکنم روی زمین، کما اینکه قبل از شما کسایی رو خلیفه روی زمین قرار دادم. این مثال میزن از بنی اسرائیل، بعد میگه شما هم همینطور خواهید شد. لهم دینهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. میگه بعد خوف یه دوران امنیه. یعبدوننی لا یشرکون لا یشرکون بی شیئا، اصلا دیگه شرکی رو زمین نمیمونه. ببین، لا یشرکون بی شیئا، دقت کنید، هیچ اثری از شرک نمیمونه. چون میدونی شرک خیلی پیچیده است. تشخیص شرک پیامبر فرمود مثل تشخیص مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک. مورچه سیاه روی سنگ سیاه تو شب تاریک. میگه ببین، دقت کنی، شیئا، هیچ چیزی از شرک باقی نمونه. این کی بوده؟ زمان پیغمبر هم همچین چیزی محقق بگید نشد. پس خدا دروغگوه؟ بعضی میگن این آیات مهدوی کو اینا کورید. واضحه دیگه. من اونم چجوری خدا چجوری بگی بر بعضیا؟ من نمی بگید خدا بدونه، خیلی واضحه. ما 150-60 آیه به وضوح در مورد مهدویت داریم، به وضوح. من نمیدونم که نمیفهمن چی یعنی اینا. راوی میگه در محضر امام صادق بودیم، ابو حنیفه وارد شد. امام صادق رو به او کرد، گفت چه میگویی درباره مفهوم این آیه؟ و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرا ظاهرا وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياما امنين. حالا اگر یه خورده این اعرابش هم غلط گفتم ببخشید، چون اعراب نداره بچا. گفت نظر در مورد این آیه چیه؟ میان آنان و قریه هایی که برکت داده بودیم، قریه های آبادان و بر سر راه پدید آوردیم و منزل هایی برای برابر معین کردیم. در آن راه ها ایمن از گزند شب ها و روزها سفر کنید. بعد سیر کنید در زمین شب ها و روزها در حالی که در امنیت هستید، منظور چیست و کجاست؟ ابو حنیفه گفت ظاهرا این در ارتباط با راههایی است که به مکه منتهی می شود و این امنیت در این راه ها وجود دارد. امام صادق فرمود پس این همه ناامنی و راهزنی و غارت هایی را که متوجه مسافران و زائران بیت الله الحرام می شود چیست؟ گویا تو میگه همینا امنه یا آمنین اساسی خدا گفته؟ هیچ کس گفت این همه دزدیا چی میشن؟ این بدبختا دارن میان مکه تو را یه عده گردن گیر هستن اینا رو میگیرن. ابو حنیفه گفت این آیه ظاهرا درباره بیت الله الحرام است، یعنی تو خود مکه این اتفاق میفته. امام صادق فرمود آیا عامل خلیفه اموی نبود که برای دستگیری عبدالله ابن زبیر خانه کعبه را به منجنیق بست و تخریب کرد و عبدالله ابن زبیر را در آنجا کش؟ باز ابو حنیفه سکوت کرد. راوی میگوید وقتی ابو حنیفه از مجلس بیرون رفت، ابوبکر خزرمی به امام صادق گفت یا ابن رسول الله، جانم فدای شما باد، منظور از این آیه چیست؟ حضرت فرمود منظور از امنیتی که در این آیه آمده است، امنیتی است که در دوران حاکمیت مهدی در دنیا و در قلمرو حکومت او که کل دنیاست ایجاد میشود. گفت پس این آیه چه معنیش؟ راست میگه، میگه خونه که خدا رو خدا گفته امن و فرمان، اینم کشتار چیه؟ کشتار حاجی خودمون، نمیخواد راه دور بری. اصلا کشتن نفس زکیه که از نشانه‌های قطعی ظهوره. نفس زکیه انسان بسیار پاک و سالم و خوب و شایسته‌ایه که بین رکن و مقام شهید میشه و او کسی است که اومده نامه ظهور امام زمان رو بخونه. میاد نامه رو باز میکنه و مژده ظهور میده. حالا خیلی جالبه اینا که اینا با خود امام زمان این اشتباه میگیرن، چجوری میکشنش اونجا؟ میکشنش که این از نشانه‌های نزدیک به ظهوره. خب قتل ها میتونه نه، اون حمله ای که شد هم تو فیلم مختار نشون داد دیگه، چیکار کردن خونه کعبه رو؟ پس خدا نعوذ بالله دروغگو؟ نه، این محقق باید بشه. تا الان هم محقق نشده. الان چه سعودیا که اصلا امنیتی اصلا اونجا خیلی عالیه، گور گور میشه گردن میزنه آدم رو. باز راوی میگه من به ایشان گفتم ما الان در زمان خوبی هستیم، دیگه چرا آرزوی عصر حکومت امام زمان رو داشته باشیم؟ امام صادق به او فرمود، یعنی به اون راوی میگه آیا تو آرزو نداری که عدل شکوفا شود و همه جا را بگیرد و امنیت در همه راه ها حاکم شود و مظلومین به حقوق خود برسند؟ گفت الان کالی جهانی نیستش که. از امیر المومنین
روایته واصطلحت السباء والبهائم حتی تمشی المرأة بین العراق الى الشام. میگه که درنده خوها کنار هم دیگه آروم میگیرن. حالا برخی اینو مراد از درنده خوها و وحوش و هائم اینا گفته شده، برخی میگن اخلاق های حیوانی، یعنی آدمی که مثل وحوش میمونن اینا آروم، برخی میگن خود وحوشن، یعنی یک اتفاقی میفته حتی وحوش دیگه اون وحشیگری خودشون از دست میدن. چطور اینا تامین غذایی میشن، چی میشه، الله اعلم. اما حداقل میشه به این معنی چی گرفت که این آدمایی که خوی حیوانی دارن آرومی. میگه که یه زن فقط کافیه یه زنبیل بذاره رو سرش، تمام مایحتاجش رو سرش بشه، از عراق تا شام بره. عراق و شامی که الان خیلی امنه، دقیقاً از عراق تا خود شام امنه. خب از عراق تا شام بره، میگه کسی به اون نگاه نمیکنه. که این چیه؟ میگه اینطور امنیت برقرار خواهد شد. از ابن عباس باز نقلی که از رسول خدا نقل کرد، حتی یعمن الشات و الذئب. شاه عربی قشنگ میشن شاه، ته چون وقف بکنی هه خونده میشه دیگه، حی الصلاه. ها این شاه یعنی گوسفند، شات یه مثال عربی هست که خیلی قشنگی، میخواد یه نفر گیر بندازید پوستشو بکنید تو این صرف و نه، بنویسید شاه رسیدا با ساد، رسیدا، شاه رسیدا، بگید این چیه، بذارید صرف و نحو بکنم گیر پاچ میکنن. این حرف یاش افتاده محذوف شده، یعنی یا شاد ای گوسفند، را فعل امر دیدنه، ببین سیدن گرگ را ای گوسفند گرگ را ببین، مثل شاس چی شاه رسیدا. اینا برای ما معلمای عربیمون میگن سر کلاس بنده خدا رو پوستشون رو میکنیم اینا میذاشتیم. یا مثلا یکی دیگه بود، حالا بگم جالب بود، اونم یاد بدیم خوبه به درتون میخوره. از زیدو کریمن، خب این غلطه دیگه، کریمن چرا اینجوری شده و نعت و منعوت یعنی صفت و موصوف باید تابع هم دیگه شه. این خیلی پیش عجیب غریبیه. خب ان از زیدو کریمن، بخشید ان از حروف چیه شبهتون بالفعل، این از زیدو چرا باید بشه؟ خب این باید منصوب بشه، خب یعنی ا باید بگیره. این در واقع ان یعنی ناله کرد، از انین و ناله کردن میاد، یعنی فعل اصلا. اینم فاعلشه که یعنی مانند، ریم یعنی آهو چون جار و مجرور، کریمن زید مانند آهو ناله کریم، بنده خدا میبینه ان زید و کریمن، به راستی زید کریم است. بعد میگه چرا ا اوتو غلط گذاشتی؟ نه درست گذاشتم، آقای میتونی حلش کن. خب اینم معلم چپ کنا بود. اینا به استادای دانشگاهش هم بگی بندگون خدا کله پا میشن، چه برسه معلم. حالا اینا شاهد دیدم یاد اون افتادم. میگه که تا اینی که به امنیت میرسد گوسفند در کنار گرگ، و البقره و الاسد گاو در کنار شیر، و انسان در کنار ماه در کنار مار، حد انبار از موش در امان میماند. یعنی یه مثال‌ها اینطوری نقل شده که اینا همش نشونه‌های این بوده که حتی می‌خواد بگه امنیت‌های، نه که مثلا یه سری ما ناامنی‌ها در اثر غریزه است. متوجه چی میگم؟ یعنی ببین میگه نیش عقرب نه از راه کینه است، اقتضای طبیعتش این است. میگه کینه ای ازت نداره. میگه یکی از علما یه گوشت توی یخچال آوردن، گوشت دادن بیرون تا باز بشه، گربه اومد اینو بردار و لنگیدن پای زد و کله پاشو گربه اونم که سری پیچید در رفت. میگن چه شب نشسته بود استغفار میکرد که خدای من چرا اونو زدمش. اون اقتضای طبیعتش این بود، من باید حواسم رو جمع میکردم نمیذاشتم اینو بیرون. میگه حتی اینا هم جمع میشه، یعنی اگه گرگ میره یه گوسفندی رو میخوره نباید ناراحت بشه، چوپونه باید به پای خودش باشه، نباید بگه این گرگ بدی بود، نه گرگ ذاتش اینه. خب میگه حتی یک سری ذاتها تغییر میکنه. حالا اینو میتونیم هم حیوانی بگیریم هم ذاتهای حیوانی بگیریم. میفهمید یعنی چی؟ یعنی آدمی که مثل گرگه این آدم میشه، آدمی که مثل مار کارش نیش زدن به مردم این آدم میشه، هر دو تا میتونه باشه. خلاصه میخوام بگم یک دنیای دیگه است. چون ما در باب علم روایت داریم که تا علم 27 یا 28 حرفه که باز این ربط داره به اون چیزا، هم 28 حرفه که تا آمدن امام زمان فقط دو حرف آن کشف شده است. یعنی شما نگاه کنید تا الان که هر چیزا، اگه ظهور همین الان باشه، یعنی تا الان هر چی که هست 2/27 ببین اون چیه؟ فرض یک پیشرفت عظیم رو باور نکردین. روزی کسی فکر میکرد یه کوری شفا پیدا بکنه به توسط پزشکا، باورشون نمیشد. ها؟ یه سری مرض ها بود قطعی بود مرگ، دست و پا قطع میکردن،
داغ میذاشتن روی سری از زخم‌ها. امروز پزشکی جلو همه اینا رو گرفته. اینا رو هم قرآن گفته ها. قرآن یه سری بحثا رو که در مورد پیامبران نقل میکنه خوب دقت کنید، میگه یعلمون، یعنی یه روزی میرسه شما با علمتون به اینا میرسید. یه سری معجزات رو میگه عمرن کار پدر جدتون هم نیست نمیتونید برسید. ببینید یه سری معجزات رو با علمه استفاده میکنه، یعنی شما میرسید بهش. یعنی در مورد حضرت عیسی خیلی جالبه، وقتی شفا دادن کور رو داره در مورد ایشون نقل میکنه، یعلمون استفاده میکنه. یعنی شما یه روز با علمتون با پزشکیتون شما میتونید یه نابینایی رو چیکار کنید؟ خوب کنید. منتها معجزه حضرت عیسی چیه؟ که بسیار جلوتر از زمان این کار انجام داده. ببین الان فرض کنید 300 سال پیش یه نفر یه موبایل دستش میفته تبلت یه چیزی نشون میداد به مردم، مردمش ایمان نمی آوردن؟ چرا دیگه؟ چون خیلی از زمانش جلوتر بوده. میگه یه سری چیزا که اصلا نمیرسید، زیاد زور نزنید، ولش کنید اصلا. ما آیه مثلا در مورد روح میگه زیاد فکر نکنید، ولش کنید، عقل شما عقد نمیده. کوری میخونه دیگه. یا میگه اگه مردید از اقطار آسمان ها بیرون برید. از همین منظومه شمسی برید بیرون مثلا. میتونه اصلا عمر آدم کفاف نمیده. میگه ولا تنفذون الا بسلطان. میگه نمیرسن الا به سلطان. سلطان دست کیه؟ لیس سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. فقط کسایی میتونن اینجا خارج بشن که ایمان و توکل به خدا دارن. یعنی برعکس این سلاح اصلا سلاح علمی زمینی شما نیست، سلاح عبودتیه. انسانهایی هستن که اراده کنن میتونن از این منظومه برن بیرون. اینا آیات قرآنی داره، اینا شرح میده کنار هم دیگه. امام صادق فرمود هنگامی که حجت ما قیام کند به عدالت حکومت کند و در دوران او ستم از بین می رود و راه ها امن می گردد. خیلی جالب تو حدیثی که پیامبر به حذیفه می فرمود از نشانه آخر زمان میگه که میگه که ای حذیفه ببین و بشمار و بنویس، پس از من این اتفاقات خواهد افتاد. 40 تا مورد رو نقل میکنه. یه حدیثی از امام صادق داریم 70 تا مورد که من تو سخنرانی جاهلیت مدر اشاره کردم، حضرت نوائب الدهور هست حدیثش. حضرت میفرماد امنیت از راه های زمینی و هوایی گرفته میشود. حالا این زمینیشو این حذیفه میفهمیده بنده خدا، هواییشو اصلا میگه چه درکی داشته حذیفه از راه هوایی. پیامبر اون موقع گویا زمانی میرسه که راه های هوایی امنیتش از بین میره. خب اون بدون که از نشانه های نزدیکی ظهور فرزند منه. برپایی ملک عظیم اهل بیت برای سالیان طولانی که زوال ناپذیر تا خود قیامت چش خواهد داشت. یعنی یه تا خود قیامت همینه و تمام ملک متعلق به اهل بیت. اماما دونه دونه برمیگردن و حکومت طولانی خواهند داشت. امام حسین برمیگرده بعد از امام زمان، میگن نفر بعدی امام حسینه که برمیگرده. ایشون انقدر حکومت میکنه، انقدر عمرش طولانی میشه که ابروهاش سفید میشه و روی چشش میاد. حتی تو روایت تا اینجا هم اومده. چون اینا لایق مدیریت بودن، مردم قدرشونو ندونستن، باید برگردن این استعداد الهی رو شکوفا شده به مردم نشون بدن. مدیریت دنیا نه با این جمعیت کما. روایت داریم که شیعیان علی ابن ابی طالب در عصر ظهور سال یک بچه به دنیا میارن. یعنی تولید مثل اینقدر زیاد میشه. با میدونید دیگه همین الانم پروفسور دکاسترو تو کتابش نوشته اگر ما فقط سیستم و فناوری و تکنولوژی که ژاپنیا در تولید غذا دارن استفاده بکنیم، به 90 میلیارد نفر رو زمین میشه غذا داد. فقط همینی که نمیخواد کویر برداری چیز بکنی یا گلخونه کنی، همینی که ژاپنیا دارن استفاده میکنن. بذر ژاپنیا ها، مدل نمیدونم گلخانه هیدروپونیکشون نمیدونم چیو، و همین استفاده کنید همین الان 90 میلیون. و جالب میگه سیستم هلندیا رو اگه استفاده کنید به 30 تا 45 میلیون 90 میلیارد 30 تا 45 میلیارد نفر میشه غذا داد. ما الان سر 7 میلیاردش گیریم. مدیر نداره دنیا به خدا اصلا. بعد تازه بماند که او بیاد دیگه بیابونی هم نیست. اوناشم الان براتون میخونم. حکومت طولانی مدت خواهند داشت. ملک عظیم اهل بیت که از ملک سلیمان عظیم تر است. یعنی ملک حضرت سلیمان هیچیه در مقابل این. یه چیز عجیب غریبی، حالا من وقت بشه سری از چیزاشو براتون میگم. امکانات مورد بعدی و ابزارهایی رو که انبیا در اختیار داشتن همه رو در اختیار داره. امام رضا فرمود او عصای موسی و انگشتر سلیمان را به دست دارد. کمال الدین جلد 2 صفحه 376. حضرت سلیمان گفت قال رب اغفر لی، خدای منو ببخش، دچار غفرانم کن، و هب لی ملکن. چرا حضرت سلیمان اینجا گفت خدای منو ببخش؟ این جزء پیچیده ترین معماهای قرآن، دقت کنید که مفسرین سرش خیلی بحث کردن به نتیجه هم بگید نرسیدن. ماجرا میدونید چیه؟ ماجرای اون
گروهی از اسباس که حضرت سلیمان وایستاده اینا رو داره نگاه میکنه، یه گروهی اسب دارن میان رد میشن، حضرت سلیمان حواسش، اینجوری نوشتن مفسرین، حواسش میره به این اسبا، نمازش قضا میشه. خب شما باور میکنید همچین چیزی رو؟ من که باور نمیکنم. بعد قضا میشه نماز، بعد برگرد چیکار میکنه؟ مفسرین که اکثرا اهل سنت هم هستن نوشتن که حضرت سلیمان میگه چون اینا من از راه خدا باز داشتن، دستور میده تمام اسبا رو از ساق و گردن قطع میکنن. فلان فلان شده، شما اومدید جلوی من خدا، جلوی من خدا حائل شدید، بگی من مثلا اسبا رو فلان، من همش پیغمبر ببینم فرار میکنم. مورد بعدی میگن که اون فرودوها بعد حضرت سلیمان اومد دست کشید به گردن و ساق پایین اسبا و فرودوها، گفت خورشید و خدای برگردون، خورشید و برگردون، نمازشو خوند. خب که حالا کسایی که این نوع تفاسیر رو آوردن توی فیلم ملک سلیمان هم این سازندش گیج شده بود، بنده خدا چیکار کنه اینجا رو؟ اگه دقت کرده بودید یه داستانی رو نشون داد، این حتما ببینید این تیکشو، یه داستان نشون داد، یه سری اسب تو آتیش دویدن و رد شدن و یه حضرت سلیمان خیلی مضطرب بلند شد و بعد برگشت روی تخت خودش، دید جنازه خودش افتاده رو تخت. اینا هیچ کدوم متوجه نشدن یعنی چی؟ چرا خدا این کار سر حضرت سلیمان آورده؟ حضرت سلیمانی که خدا چه تعریفایی ازش کرده. اینو کسایی میفهمن که توراتو خوندن. تو تورات برعکس همین ماجرا الحمدلله تحریف این گور به گور شده در امان مونده. خب اونجا حضرت سلیمان میگه تو عهد عتیق، میگه جان من در تاریکی فرو رفته است. آیه قرآنش سوره صاد میگه بالعشیه، عشا یعنی چی اصلا؟ نماز عشا تاریکی، اینا اصلا عشا رو تاریکی قضا شدن نماز گرفتن. حضرت سلیمان تو تورات میگه، میگه جان من تو تاریکی. فرودوها رو من فقط داخل پرانداز همینقدر بگم، میگه فرودوها ولایت اهل بیت رو دوباره عرضه کن بر من. حضرت سلیمان طمع کرد بر حکومت امام زمان، گفت من اون حکومت رو بده به من. این آیشه نگاه کن، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، گفت یه ملکی به من بده که بعد از من به احدی ندی. عجب یعنی چی شو؟ یه ملکی به من بده که بعد من به احدی ندی. انك انت الوهاب، که تو هبه کننده ای، تو بخشنده ای، بده دیگه. خب میگه تو عهد عتیق، میگه جان من در تاریکی فرو رفته است. آیه قرآنش سوره صاد میگه بالعشیه، عشا یعنی چی اصلا؟ نماز عشا تاریکی، اینا اصلا عشا رو تاریکی قضا شدن نماز گرفتن. حضرت سلیمان تو تورات میگه، میگه جان من تو تاریکی. فرودوها رو من فقط داخل پرانداز همینقدر بگم، میگه فرودوها ولایت اهل بیت رو دوباره عرضه کن بر من. حضرت سلیمان طمع کرد بر حکومت امام زمان، گفت من اون حکومت رو بده به من. این آیشه نگاه کن، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، گفت یه ملکی به من بده که بعد از من به احدی ندی. عجب یعنی چی شو؟ یه ملکی به من بده که بعد من به احدی ندی. انك انت الوهاب، که تو هبه کننده ای، تو بخشنده ای، بده دیگه. خب جالب، خدا هم دقت کنید، خدا مثل حضرت یونس نمیگه فاستجبنا له ونجیناه من الغم، آره ما اجابت کردیم. خدا اینجا هیچی بهش نمیگه، میگه ملکی بهش دادیم، راست میگه، بعد او به هیچ کس نداد. این ملک اصلا قابل قیاس با ملک امام زمان نیست، چون اون ملک نیست، ملک امام زمان 10 برابر 100 برابر عظیم تر از اون. یعنی یه نیمچه طمعی برداشت، به خاطر همین خدا اذیتش کرد، رفت تو ظلمات. حضرت یونس کجا رفت؟ حضرت سلیمان هم رفت تو ظلمات، بلعشیه رفت، گفت فرودوها دوباره ولایت بر من عرضه کن. وقتی زیم گفت اغفر لی، ببخشید. حضرت یونس چی گفت تو شکم من؟ سبحانه که اینی کن تو من از ظالمین. خب اینا کسایی بودن که امیرالمومنین در مورد حضرت یونس میگه این به ولایت من، به این زن افتاد که کسی که ولایت پیامبر قبول کنه نیاز نیست ولایت من رو قبول کنه. گفت مگه علی چیز جدیدتر از پیغمبر آورد؟ من تو پیغمبر رو قبول کردم دیگه. تو این توهمات و تو این تصورات به حضرت یونس یوهی ننگ قورتش داد. یعنی تو قایق نشسته بودن و هی وسایل انداختن پایین که این قایق چپه نشه، گفتن رو کار رسید به آدما، مثل بالون که میخواد بره بالا، ها رسید به آدما، گفتن چیکار؟ گفتن همینو بگیریم بنزمش تو آب. آگو با منو چرا میخواد بنزم تو خلیج فارس؟ انداختنش تو آب.
یعنی از نینوا اومد پایین، خورد به این اروند و همینجا اومد تو دریا، اونجا انداختش. نهنگم آماده گرفت کرد تو دهنش، برد این بزاق نهنگ تمام پوست و موی ایشون ریخت، پوستش بسیار رقیق شد، بردش دورش زد، برد توی دریای مدیترانه، اونجا پرتش کرد تو ساحل. میگه وقتی افتاد چنان پوستش نازک شده بود، قرآن میگه، میگه پناه برد به سایه شجره میقطین، رفت زیر یک بوته که میگن یقطین احتمالاً کدوه، کدوی قلیانی، نوع کدوش هم بهتون بگم، یه تحقیق مفصلی در مورد این انجام دادم، خب شاید بگم همین دو سه ماه وقت منو گرفته بود، کدو قلیونی بود که خیلی جالبه. الان هم من شنیدم تو اروپا دارن یه سری پژوهش‌ها انجام میدن که برای سوختگی و پوست و مو خیلی مفیده، برعکس یه سری حالا مواد توش داره، حالا اینا رو شماها باید انجام بدید، خب اروپایی‌ها میرن انجام میدن، گور به گور بشید شما که یه کار درست حسابی. احسن، خجالت بکشید، یه آهنگ ماهنگ براتون بخونن اونجوری دست میزنید، حالا یکی بهتون یه حقیقتو گفت اینجوری دست میزنید، آره مردونه دست بزنید، لاغر حق طلب باشید هرچی که هستید. اون روزی گوش کنید، نکته جالبتون میگم، اون روزی شبکه خبر داشتم نگاه میکردم، دیدم تو شبکه خبر اخبار 20 یه خبری رفت که آقا دو تا دانشمند ژاپنی مسلمان شدن، حتما این توی اینترنت هست، حتما هست، سرچ کنید، من وقت نکردم سرچ کنم، یعنی قطعا همچین چیزی رو کاربرا میذارن. بعد برای چی؟ برای اینکه اینا بررسی کردن دو نوع ماده خاصی که فقط توی انجیر و زیتونه، فقط توی انجیر و زیتونه، هیچ جا دیگه هم گیر نمیاد، اینا بسیار بسیار برای جوان ماندن خوبه، یعنی اصلا اکسیر جوانیه، یه نوع خاصی از پروتئین ظاهرا اونطور که اخبار گفت، من حضور ذهن ندارم بیاد چک کنم. بعد اینا دیده بودن که تو قرآن این دو تا کنار همدیگه اومده و مسلمان شده، نه تنها کتابی که این دو تا و تین و زیتون. جالب برید تو روایت ها نگاه کنید ببین چی گفتن، میگه و تین حسن و زیتون حسین. بعد حسن و حسین چه ویژگی دارن؟ سیدای شباب اهل الجنه، یعنی یک شاهکاره عظیمی داره. اینا رو شماها باید پیدا بکنید، کسای دیگه میرن پیدا میکنن، اینا درد ما دیگه چه معنی، همیشه باید این خارجکی بگن این چیزو پیدا کنم، بعد میگن دیدی بود فلان و همون. حضرت سلیمان اینجوری کرد، گفت ای پروردگار من. خلاصه حضرت یونس اونجا گفت و زنون از ذهب، و زنون یعنی چی؟ یعنی صاحب ماهی، دیگه صاحب ماهی شده، وقتی دچار اشتباه شد دیگه نهنگ به حرفش گوش کرد، گفت منو پیادم کن. و زنون زو یعنی صاحب زل جلال و الاکرام، صاحب جلال، قبلش چیه؟ صاحب الهوته، صاحب یعنی نه که صاحبی که ما استفاده میکنم، صاحب یعنی همراه، قبلش بهش میگه همراه ماهی، میگه تو الان فعلا همراه ماهی، ماهی هم به حرفت گوش نمیده، تو همراه نهنگ، بعد میشه زنون یعنی صاحب نهنگه. اون کیه؟ وقتی میگه ببخش من اشتباه کرد. بعد اونجا میندازش بیرون، پیاده برمیگرده، خدا میگه به پیامبر یه شهرش کردیم، این عددش هم آوردیم 100 هزار یا 200 هزار تا میگه تو قرآن، میگه 100 تا 200 هزار جمعیت داشت، پیامبر ویژه ایام حضرت یونس که عبری میگن یونا، این سهش هم از یونانی اومده. گفت ای پروردگار من، مرا بیامرز و مرا ملک عطا کن که پس از من کسی سزاوار آن نباشد که تو بخشایندی. پس باد را رام او کردیم که به نرمی هر جا که آهنگ میکرد به فرمان او میرفت، و جنیان را که هم بنا بودند و هم قواس، این جنیان هم آورد میفرستشون زیر زیر دریا میرفت، تو صدفا براش مروارید بیرون میکشیدن، و گروه دیگر را که همه بسته در زنجیر او بودند، یه دی از اینا هم کلا تو زنجیر باید کار میکردن جلو چش مردم، اینا تو مردم بفهمن چی به چی. این عطای بی حساب ماست، خواهی آن را ببخش خواهی نگهدار. میگه کلا داده بودیم دست خود چی؟ حضرت سلیمان. دوست گفتیم دست خودت، میخوای اینا رو آزاد کن، میخوای ببخش، میخوای اینو بذار عملگی کنه، اون یکی حمالی کنه، اون یکی بار ببره، هر چی دست خودته، میخوای ببخش، میخوای اینا، ما کلا دادیم بهت. در مورد حضرت ذوالقرنین هم همین جوریه، میگه چی؟ و آتیناه من کل شیء سببا، اسباب همه چی رو بهش داده بودیم، که این خیلی مهمه، کی بوده تو تاریخ همچین چیزی داشته، یا شاید در آینده قرار همچین چیزی باشه. ها، این عطای بی حساب ماست، خواهی آن را ببخش و خواهی نگهدار. این از آیه 35 تا 40 سوره ساده. او راست نزد ما تقرب و بازگشت نیکو، میگه حضرت ببین پس چی میگه، میگه اگر تو شکی کردی در مقام اهل بیت، تا حالا شک رو انجام دادی، اما حقش چیه؟ حقش رو ادا کن، برگرد. الان حرف خدا اینه، میگه برگرد، امام زمان قرنی برگرده، او هست، ما باید برگردیم. میگه فهمید اشتباه کردی؟ فهمیدی بی خود حسادت کردی به این مقام؟ فهمیدی تو قد و قواره اینا نیستی؟ فهمیدی من خود خدا، من خدا لابد یه چیزی میدونستم اینا رو متفاوت آفریدم؟ حالا برگرد.
پس من و شما باید برگردیم، من و شما باید توبه کنیم، من و تو این که برمیگردیم به سمت امام زمان. وقتی هم برگردی برعکس، خدا با آغوش باز پذیرای توه. به حضرت یونس پیامبری شهر چند ده هزار نفره رو میده، به حضرت سلیمان علیه السلام هم یک ملک عظیم بهش میده، اما این ملک، ملک مهدوی نیست. یه طمع کوچیک کرد، بعد جنازه خودش و بچه‌ش رو میگن روی چیز دید، روی صندلی دید. که تو نگاه نکن که جسم انسانی تو یه لاشه بیش نیست. خوب خدا بهش فهموند، اونم عمدن رو تخت چی انداختش؟ رو تخت پادشاهیش. گفت ببین هیچ نیستی، یک لحظه از مرگ تو سلیمان، فاصله تو با من یک چیزی تحت عنوان مرگ، چی فکر کردی؟ مورد بعدی آشکار شدن علوم، که در عظمت این موهبت بیان شده که عرض کردیم علم 27 حرفه و تمامی علوم تا که به واسطه پیامبران و دانشمندان و همه چی کشف میشه دو حرفه. امام صادق بهار جلد 52 صفحه 336 حدیثش آورد، کسی میخواد من نمیخونم. مورد بعدی ظاهر شدن ملائک و جنیان بر مردم و معاشرت با آنان، یعنی مردم فرشته ها رو میدونن، میبینن و میدونن این فرشته است، میبینن میدونن این جنه، و اونا میان دیگه کمکم میکنن، یعنی فیزیکی میان کمک، چون مردم دیگه شدن همشون ولی الله، چون همه آدمای خوبی شدن، مثل کارامون دیگه ما دیگه میان برامون انجام میدن دیگه. امتحان عوضمون میدن، عوضمون بیمارستان میرن ها، بچهای این دانشگاه سختشونه. مفضل ابن عمر توی حدیث طولانی از امام صادق نقل میکنه، میگه درباره رجعت اهل بیت و احوال حضرت صحابه زمان نقل شده، میپرسه که میگه به ایشان عرض کردم ای آقای من چه کسی با او صحبت میکند؟ فرمودن فرشتگان و اجنه مؤمن. گفتم ای آقای من آیا فرشتگان و اجنه برای مردم هم ظاهر میشوند؟ فرمودن بله به خدا قسم ای مفضل، و با مردم صحبت میکنن همانطور که مردی با اطرافیان و خانوادهش صحبت میکنن. عرض کردم ای آقای من آیا همراه او حرکت میکنن؟ فرمود بله به خدا قسم ای مفضل، و در زمین هجرت که ما بین کوفه و نجف است فرود میآیند، در حالی که شمار یاوران ایشان از فرشتگان 46 هزار فرشته و از اجنه 6 هزار و از آدمیان 313 نفر فرمانده است. بهار الانوار جلد 60 صفحه 75 تو منتخب بصائرم هستش. بر پایه جنات مدهامتان ها، سوره الرحمن، الرحمن الله من قرآن میخونیم، یه مدهامتان فبعی آلا ربکما تکذبان. مدهامتان کوتاه‌ترین آیه قرآنه، حالا به غیر از حروف مقطعه این کوتاه‌ترین آیه قرآنه، یعنی سبز سیاه فام، سبز تیره. این چیه؟ در از امام صادق در مختصر وسائل صفحه 26 و 27 نقل شده که و در این هنگام دو باغ سرسبز و سیاه فام در کنار مسجد کوفه و اطراف آن آنگونه که خدا بخواهد ظاهر می‌گردد. خیلی عجیبه، افزایش طول عمر ساکنان این سرزمین و افزایش نفوس مؤمنین، عمرها طولانی میشه، یعنی چون پزشکی همچین چیز خیلی قوی میشه و عمرها طولانی میشه، هزار سال عمر عادی مردم میشه. توی روایت داریم که هر کدامشون هزار سال عمر میکنن، بدون زاد و ولدش هم که گفتم، یالا خودتون ضرب و تقسیم کن. مورد بعدی که خیلی مهمه علی خصوص برای دانشجویان عزیز، این که تکامل عقول مؤمنین و جاری شدن حکمت از سوی امام بر ایشان. امام باقر فرمود در اصول، اصول کافی جلد 1 صفحه 25، هنگامی که قائم ما قیامت کند دست بر سر بندگان خدا میکشد و عقلشان جمع میشه. تو قبل اون تو در و دیوارن مردم، گیج میزنن، همه دست میکشه به سرشون آدم میشن. دقت کنی حضرت سلیمان رو توی این فیلم ملک سلیمان دیدید، وقتی اینا مجنون شده بودن اون همینجوری دست میکشید تو سرشون، درست میشدن برمیگشتن همین حالت. یعنی مردم عقل میاد سراغشن، الان مردم عقل ندارن، جدی میگم علم دارن، اما بارها گفتیم مردم علم داره زیاد میشه اما عقل همینطور داره چی میشه؟ کم میشه. کارهای بی عقلی میکنن، افتخار میکنن. اصلا از نشانه های آخر زمان که پیامبر فرمودن به حذیفه اینه که گفت مردم به خریت هایشان مشهور میشن، یه طرف کار غیر عقلانی میکنه معروف میشه، چه کار عجیب غریب میکنه، غیر عقلانی کنه، آدمیزاد نیست همچین کاری. خب مثلا فیلم در میاد یارو داره مار میخوره، چه کار شامپانزه هم مار میخوره، چه کار خیلی شاق و مهمیه ها، مشهور میشه، مرد مار خار، مرد عقرب خار. مثلا مری منسه دنده پایینشو در آورده نقطه کنار که کثافت کاری کنه. خب کار حیوانه، کار آدمی، کاری که جدا حیوان هم انجام نمیده، یعنی حیوان هم این کار انجام نمیدم، این کار داره انجام میده و مشهور میشه. دقت میکنید؟ مشهور میشه. بعض مثلا مردم نمیدن سیگار بده، علم ندارن سیگار بده خداییش، بچه هم میکشن دیگه، نمیگیم دیگه. خب
بس دعوا سر. و الانم این ما اینا بازم نمیفهمیم مثلا الان وزارت بهداشت ما دستور داده روی سیگارا چی کشیدن؟ ریه کج و کله یا روی باکس کاملش زده که مثلا سرطانزا از سیگار. فکر اون نمیدونه، اون میدونه، مشکل از جای دیگه است. یعنی جدا همین میشه، مردم کار غیر عقلانی دارن انجام میدن. الان شما نگاه کنید، یه آدمی کلی پول جمع میکنه، خیلی جالبه، همه رو میذاره که بر بچه‌هاش که اینا برن یه سری کارهای انجام بدن و به روح پرفتوه این همینطور حواله داده بشه. خب غیر این آقا، این خریته. تو وقتی خودت میتونی کار بکنی، ببخشی، دستت به خیر برسه، میدونی یک سومش هم بیشتر دست تو نیست. یک سوم ثروتت بخوای هر جور تقسیم کنی دست تو، دو سوم مال اوناست. خب ها همین الان تو زندگی کار بکن. من مردم خیلی جالبه شدن میراثدار وارث. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. یعنی تو تا زندگی کار خیرت به مردم، برگ عیشی به گور خیش فرست، دیگران نفرستن، تو پیش فرست. میگن یه بابای مرد یه نخلستان وقف کرده بود بعد مرگش ها، دقت کنید، بعد مرگش رسید پیامبر یه خرمای گندیده رو برداشت، گفت اگه تو زمان حیاتش این یه دونه رو وقف کرده بود بهتر از این بود. خیلی مهمه تو چرا؟ چون دلبستگی تو به مال دنیا کیه؟ تو مرگته؟ نه، همون یه خرمه برات اندازه چی میارزه. اینجا باید آدم بتونه بگذره از اینجور چیزا. مردم کارهای غیر عقلانی انجام، طرف میاد مثلا خریتاشو تعریف میکنه، ملتم چهچه به هم میکنه. من اینقدر اینا تو پر طرفم زدم و اخیرا کارم شده که اینا رو قبلا کوتاه میومدم گفتم بگیم بابا، بگیم برات بدونه، ناراحت هم میشن، از دستم ناراحت میشن، با هم قهر میکنن، بعدا میرن اونور پشت سر حرف میزنن، فوش میدن، عیبی نداره، ما وظیفه‌ام بگم. طرف میاد میگه مثلا تهران مشهد من 6 ساعته رفتم. خب احمق بودی رفتی با ماشین با این جاده، کی میره همچین کار؟ دیوانه بودی همچین کاری کردی؟ کدوم آدم عاقل این کارو میکنه؟ زن و بچه‌ت هم باهات میگه آره خیلی بیشعور بودی. میگم من قشنگ روش وایمیستم، میگم یه کار خیلی خطرناکی کردی. میگه آقا رفتیم کوه، تناب مناب هم نبردیم، صخره اینجوری رفت. میگم بیشعور بودی، میفتی میمیری، بعد بدبخت میشی، بعد مادر بدبخت بعد بشینه تا آخر عمر بشینه فلجداری بکنه. تو کج و کله رو کی میخواد ببرم اینجوری سالمی؟ هیچکی زنت نمیشه. بعد والا اینا حماقت های مردم یعنی تعریف میکنن، عقل نیست، عقول مردم جمع میشه. یعنی میاد هوشدار میگه این چه کاری بود من میگم؟ یعنی عقل آدم میاد سر جاش، میگه ای بابا این چه، دیدی خودتون بعضی موقع ما هم میگیم، میگیم ای بابا با چه عقلی این کارو من کردم. یعنی خودم قائلم که اون لحظه عقلمون کار نمیکرد، شیطون داشته بر میرفت با همون. مورد بعدی، بهره مندی کارگزاران امام زمان از توانها و ابزارهای عجیب. یعنی خود امام زمان که هیچ، به کنار اون که اصلا کون و مکان دستشه، یاران ایشون هم توانمندی بسیار زیاد دارن. امام صادق میفرماید بین امام و شیعیان هیچ وسیله ارتباطی نیست، اما همگی سخنان امام را میشنوند و نامه و حکمش را میبینند. یه روایت دیگه براتون بخونم، یه برای تفکرات ماها که خیلی پوزیتیویستیم و بعد حتما همه چی حس گرایانه باشه خوبه. میگه که کارگزاران امام زمان آخرین احکام حکومتی و بخشنامه ها را در کف دستشان میبینند. یعنی فقط کافی به کف دستشون اشاره کنه. شاید اینو مثلا 50 سال پیش یکی میگفت این چیز عجیب به نظر میاد، اما با این تبلت ها و این چیزایی که اومده الان واقعا شدنیه. اینترنتی شبکه مثلا آخرین حکم حکومتی میاد و نگاه میکنه، خب بخشنامه این شده، بعد این کار انجام بدیم. ببین عمدن خدا داره با نگاه کنه، با همین علم تکنولوژی زمینی داره یه سری چیزا رو جور میکنه که آره بعضی بفهم. یکی از این آشنایان ما بود، حالا بیام ازش حرفای عجیب غریب کج و کله زیاد میزد. یه روز همش میشد مسلمان و مسلمان، یه روز از اونور بم میافتاد، من چی ما آخرام نفهمیدیم چی بود. بعد جان چشم خیلی جالب بود، یه بار ایشون رفت به پسرش یه جای دیگه بود سر بزنه و یه خلاف رانندگی کرده بودن، عکس اینا رو گرفته بودن. اون موقع اوایل دوربین از جلو عکس میگرفتن، بعد یه سری مسائل پیش اومد و اینجور چیزا، راهنمای رانندگی مجبور شد دوربینا رو پشت ماشینا بذاره. اونم مشکلات خانوادگی پیش اومد، مثلا عکسه میرفت در خونه، این کیه پیش تو نشسته؟ والا مسافر کشی میکنم من اینا، بعد از مسافر کشی مثلا با بنز کلاس مثلا فلان تو مسافر کشی میکنی، از این داستانا پیش اومد. گپ پشت اون موقع عکس از جلو. بعد اینجوری میگم، گفت به خدا قسم راست. عادت دوام گفت به خدا قسم این چیزا راسته. گفتم چی؟ گفت این که میگن همه چی ثبت میشه. آقا کی گفته قیامت هست؟ همین دنیاست.
من اینقدر خوشحال شدم وقتی جریمه هم شدم. گفتم چرا؟ گفت نگاه کن اصلا من هیچ جوری نمیتونم زیر این بزنم. این منم اینم پسرمه. خب نگو اصلا اینشه. گفتم برعکس به نظر من این داره اثبات میکنه که همچین چیزی بگید. هست و شدنیه. تو دنیایش با 4 تا دوربین داره میشه. بعد تو میخوای اخرویش نشه، خودم میگه بیا بابا دیدی شد؟ دیدی شدنیه؟ بهار الانوار جلد 52 صفحه 336 و منتخب الاثر صفحه 483. منتخب الاثر کتاب خوبیه. کسی که رو نشانه‌های زور میخوان کار بکنن منتخب عربیه. آیت الله صافی گلپایگانی نوشته. حالا من متن عربیشو دارم. کسی که عربی بلد نیستن ظاهرا این ترجمه هم شده. من نمیدونم ترجمه فارسیش یه اسم دیگه داره کتاب. سرچ کن تو اینترنت گیر میارید. تایید کنید. اگه کسی که میخوان کار بکنن خوبه، چون ظاهرا ایشون سند شناسی هم کرده، یعنی احادیث دیگه به درد نخور و که تمام شک و شبهه هست نیورده. زمین و آسمان تمامی نعمات خودشون رو عرضه میکنن و هیچ جای زمین بدون رویدنی باقی نمیماند. بهار 52 صفحه 315 پیامبر فرمود زمین تمام نباتات خود را میرویاند و دامها فراوان میشوند. کمال الدین جلد یک صفحه 331 از امام باقر نقله. معادن و گنجها در زمین او آشکار میشوند و در زمین مخروبه باقی نمیماند. جالبه که میفرماد بر روی زمین یک وجب بیابان باقی نمیماند. روایت داریم اینقدر این تمام زمین ها حاصل خیز میشه. الان بخش کوچیکی از زمین قابلیت استفاده رو داره. خیلی از زمین الان بیابانن یا سردن. این چه تغییرات نجومی به وجود میاد؟ چی الان یه سری چیزا هم دارن بحث علمی هم میکنن که نمیدونم این جابجایی مدار زمین جای قطبا رو عوض میکنه و اون جایی که تو خط استوا قرار میگیره میاد پایینتر، قطبا میان پایینتر، یخها آب میشه، شکل زمین عوض میشه، کلی داستانا و حرفا دارن میزنن. حالا با اوناش من کار ندارم، نمیگم حتما اینجور چیزاست، میخوام بگم حتی همینم بعید نیست، یه سری بحثا داره میشه. منتها اینه که میگن زمین حاصلخیز میشه. ببینید چرا؟ ببین خود تاکید میکنه که بادها به فرمان حضرت کی بودن؟ سلیمان بودن. ببین دقت کنید الان توی پاکستان انقدر بارون میاد سیل، تو آمریکا سیل، توی سومالی خوشسالی. این چرا؟ چون باده حرف گوش کنی. اگه الان میتونه باد همون ابر اضافی رو بیاره کجا؟ این طرف. اونجا سیل نمیاد، اینورم خوشسالی نمیشه. درسته؟ الان تهران خودمون میبینید توی آلودگی. این عذاب الهیه. جدی میگم. بعد عذاب الهی فکر چجوری باشه که مردم بفهمن؟ عذاب الهی گناه ها زیاد شده. این حقیقت. حالا میگن آقا ماشین زیاد خواه، خدا باد نمیخواد بفرسته. یه بادی بفرسته همینا حل میشه. دیدیم دیگه چند روز هوا باد خوب بود، تمیز کرد تهران. من بالای کوه شهران بودم، من بالا نگاه می‌کردم، مثلا کیف میاد تهران تا اینجوری نیده بودم. خب این شدنیه، اما باید تو همین آلودگی باشی، چون آلودگی رو دوست داری. چون کسی که آلودگی رو دوست داره میخواد تو همین آلودگی باشه. میگه باش بالاخره. برای خیلی شهر عجیب غریبه تهران، هم آدمای خیلی خیلی خوب داره، هم آدم خیلی خیلی بد. این حقیقته. هم نمازا، مساجد، دعا، ندبه ها، نمیدونم همین جلساتی که الان خودتون شرکت کردی، از اینام خوب برگزار میشه، عکسش هم پارتی ها و نمیدونم فلان و بهمان، اونام خوب داره برگزار میشه. در نمونه شو برادرمون فرمودن صدا قطع شد، بگه فکر کنم میخواست اجرا کنه ایشون اینجا. خب همه داستانه سر این عزیزان. ما یه سری بلاها میاد، یه باد خدا نمیخواد بفرسته. چرا؟ باد به فرمانش بشه همین چینه. امام باقر کمال الدین جلد 1 صفحه 331 معادن و گنج ها در زمین او آشکار میشوند و در زمین مخروبه باقی نمیمانه. آیهشو گوش کنید. ولی سلیمان الریح قدوها شهر و رواها شهر و اسلنا له عین القدر و من الجن و من یعمل بین یدی باذن ربه و من یزع منهم ان امرنا نذقه من عذاب السعیر. و باد را مسخر سلیمان کردین. بامدادان یک ماه راه میرفت. بامدادان یعنی تو بین و طول و عین، تو یک ساعت و نیم بین و طول و عین. خوب دقت کنید، معادل یک ماه زمینیشون میتونست راه. اینو بشین حساب بکنید که یک ماه مثلا یه نفر پیاده میرفته چند کیلومتر میتونه بره. من حساب کردم سرعتی نزدیک به این که با مرکب یا با بی مرکب از 3000 خورده ای من سرعت به دست آوردم تا 14000 کیلومتر بر ساعت. که الان میگن اگه بادها بالای 350 کیلومتر باشه بزرگترین ناوهای جنگی امریکایی‌ها رو کلن چپه میکنه. بالای 350 تا حداقلش 3000 خورده ای میشه سرعته. حداقلش 3000 خورده تا 14000. یه سرعت عجیب غریبی. خب میگه اینا بادها در میتونست بره و شبانگاه یک ماه میرفت. یعنی یه صبح، یک ساعت صبح، یک ساعت بعد از اون، دو ماه راه زمین رو میتونستشون بره. و چشمه مصر رو برایش جاری ساختیم. خیلی جالبه. الان برای بید مثل سرچشمه کرمان، ببین چه جوری مصر میگیرن. اینو باید کاتالیز کنن از برق بسیار قوی و این آنود کاتودی که تو شیمی میخوندید، درس فکر میکنم شیمی اونم بود توی دبیرستان،
اینو بحث میشد. خب بعد خیلی جالبه اون لجنی تشکیل میشه کف این دستگاه که لجنش طلا و چیه؟ نقره است که اینو میفروشن میشه پول برق کارخونه. میگه و اصل ناله و عین القطر، میگه ما یه کاری کرده بودیم تو خود زمین مس جدا میشه تون حرارت بسیار زیادی که وجود داره، چشمه ای که بیرون میریخ فقط مس بیرون میریخ. فکر کردیم میدونید یه 1% هسته زمین طلاه، اینو اگه بیاد روی خشکی زمین قرار بگیره میشه تا زانو خشکی رو طلا کرد. ما داریم که زمین پاره های جگرش رو بیرون میریزه، روایت داریم، یعنی طلاها تو چشمای زمین طلا میریزه. وقتی یه چیزم زیاد بشه دیگه چی میشه؟ میشه مثلا آهن. خدا بی ارزشش میکنه، یعنی میفهمونه که شما مبناتون رو گذاشتی برای یه تیکه آهن. خیلی جالبه، دنیا رو همین طلا داره میشه، خیلی عجیبه، باور نکن. ارزش های انسانی این برمار میشه بخاطر همین طلا، کشت و کشتارها صورت میگیره بخاطر همین طلا. آشکار شدن گنج ها و آبادانی هر چی که در زمین تخریب شده از حدیثاشو خوندیم، بهرمندی امت از نعمات فراوان به گونه‌ای که هرگز در امت های گذشته سابقه نداشتیم که مثالاشو زدیم، رضایت و خوشنودی تمام اهل آسمان و زمین، یعنی همه دیگه راضی میشن از زمین. اینا وعده هایی که داده شده و یک سری نشونه هاش هم محقق شده در زمان حضرت سلیمان. مثالشو گفتم، این ماجرای که اربعین رو من عرض کردم، فارت تنور میدونم دیگه، زیادم تو ماجرای حضرت نوح بازش نکردم، بیشتر از این وقت شر میشه برام. خب میخوام بگم یه سری جلوه ها هم داره میکنه. شما این که نور ولایت اهل بیت میتابه، شما دید محرم مردم یه جور دیگه میشن، تو عزاداری یه چیز جالبتر بهتون میگم، تو حرم امام رضا شما میرید، تو حرم امام رضا اینقدر مؤدب میشه، آ شما بفرمایید، شما نمازتون رو بخونید، عذر ببخشید. و خیلی جالب، مثلا نماز انگار مثلا جمال خودش بوده، چون بالا سر یه جای نماز داره میخونه، بعد مثلا یکشو اینجور با میشته نگاه میکنه، نگاه میکنه یه یا اینجا میدونم خوشحال میاد، اینه مورو میده دستش، یه برو عشق کن صفا، اصلا خیلی جالبه رفتارها کلن. اول بعد خیلی با تو همونجا که حرم امن الهی بازم شیطون هست، شما دقت بکنید مثلا این طرف پسر بیرون تو بیرون حرم یک سروزایی داره میبینه انگار رنگار، تو حرم با اینکه همه چادر سرشونه، خب بدترین مثلا چهره یه خورداله اونجا بی حجابه، سری چش جذب، یعنی شیطان هم تمام زور خودش هم تازه داره میزنه میشه این. اما وقتی اون حرم امن الهی بعد شکل بگیره چی میشه؟ اینا مثالای زمینیش خدا گذاشته که حجت تموم کنه. القصه این که این روز خواهد شد و من برای بچه‌ام که نشدن پیشنهاد میکنم این کشتی نوح برن گوش کنن، اینم البته عرض کنم، اون روز که برق رفت من احساسم بر این شد که یه نفر شیطنت کرد، خاطر همین گفتم حرفم تموم. واقعا والسلام می‌خواستم بگم چون قول داده بودم، بعد فهمیدم نه، برق کل اون منطقه رفته بوده. من بقیه‌شو توی دفتر ضبط می‌کنیم، به زودی می‌ذاریم روی سایت، هم تصویریشو ضمیمه می‌کنیم به فیلم، هم صوتشو می‌ذاریم که استفاده بشه. یه سری نکات مونده، یه سری مستند اونوریا ساختن، اونم باید جواب بدم، یه نیم ساعت 40 دقیقه اضافه میشه، اونم ما حتما در اختیار قرار میدیم، یعنی حتما برید گوش کنید. توی اونجا من بحث رو مطرح کردم که نزدیکی‌های ظهور چه دوره‌هایی میگذره با عنوان کشتی نو. سرتون رو درد دادم ببخشید، من سرما خورده بودم، صدام یه خورده ناهنجار بود، عذرخواهم. سلامتی خودتون، سلام بفرستید.